ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز عرض سلام و احترام داریم خدمت فرد فرد، امیدوار هستیم خوش و خوشحال باشید. بالای اوضاع جاری افغانستان، البته اخبار اخیر یا رویدادهای اخیر افغانستان باز هم به تحلیل گرفته و آنچه در افغانستان میگذره صحبت خود کردیم و شما هم خواهش میکنم دوستان عزیز تبصره های خود بالای موضوعات روز معطوف بدارید. از چی میگه جنجال های بیجا و دیگه کی چی گفت از اون معذرت میخوایم. در آغاز پروگرام میخوایم عرض بدارم قاعده را اگر مراد کنین بهتر خواهد بود. هر کس باید تحلیل خود داشته باشه، ای که او چرا تو یک تحلیل کرد مرا خوشم نیامد و او شخص بدی است یا این است اون، به نظر ما دور از انصاف است. بگذارین هر کس نظریات خود بیان داشته باشه بداره و باورهای هر یکی را احترام بداریم. آنچه اسلام میگه امور مراد بداریم، با حوصله، با تعنی، با منطق در برابر یک دیگر قرار بگیریم بهتر خواهد بود. جایی که یکی دیگر را به باد انتقاد گرفته و قهرامیز عمل صورت بگیره. به هر حال دوستان عزیز، از قهرامیز صحبت کردیم، متاسفانه خبر اول البته به تعلیق افتادن کمیته البته جهانی صلیب سرخ اعلان داشت. بالاثر عملی چند نفر تفنگدار یا اشخاص یا افراد مسلح در راه های جوزجان یا در ولایت جوزجان بگویم، 6 نفر کارمند مؤسسه صلیب سرخ در افغانستان در ولایت جوزجان آماج قرار گرفتن توسط افراد و اشخاص مسلح، به قتل رسیدن و 2 نفر دیگه از اونا ناپدید هست و صلیب سرخ جهانی اعلان داشت که همه فعالیت های خود در افغانستان متاسفانه به تعلیق در میارن سراسر در افغانستان. و یکی از مامورین صلیب سرخ جهانی البته اعلان داشت که ما تعجب میکنیم، فکر میکردیم که در سمت شمال افغانستان به صورت نسبی امنیت برقرار هست، مگر در اونجا هم نارامیست و امنیت وجود نداره، بنان ما فعالیت های خود در افغانستان به تعلیق در میآوریم. این یک خبر ناخوش بود. دوستان عزیز، مؤسسات خیریه در افغانستان یک لب نان بر یک چند بیچاره و بدبختی که نه حکومت به دادی از اونا میرسه و نه افراد و اشخاصی که در رداهای حکومت قرار دارن و دوزهای سرمایه های افغانستان، نه اونا جیب خود تکان میتن، نه خیراتی و نه زکاتی و افراد و اشخاصی به بضاعت افغانستان. متاسفانه همینطور است. وقتی در یک مؤسسه خیریه در افغانستان بسته میشه، سیلی از روی به بضاعتان افغانستان میخوره و مایه تعلم و تأثیر هست وقتی تفنگ داره. آمدیم بالایی که دوستان عزیز، هم این حادثه و هم یک نفر به نام فیض محمد مجاهد در منطقه پولی خمری آماج قرار گرفته و یکی از اعضای شورای ولایتی بودن بغلان و اونا کشته شدن و توسط چند نفر اشخاص مسلح ناشنا بگویم، و البته مسئولیت اورا و مسئولیت 6 تن از اعضای صلیب سرخ جهانی و همچنان حمله که در جلو دادگاه عالی افغانستان در کابل صورت گرفت و تعداد کثیر جان باختن و زخمی شدن، فامیل ها را به ماتم قرار دادن، هر کدامی از اونا توسط داعش مسئولیت گرفته شده طوری که راپور رسید و اخبار حکی بود. متاسفانه توصیه داعش در سمت شمال افغانستان در یه آخر بیشتر شده و شما میدانین یه عامل جدید که البته بیشتر پدیده شرق میانه هست و بلاثر یک قهر و غضبی که بعد از اشغال عراق توسط قوای ناتو و ایالات متحده امریکا بالاخره هم تو یک جنبش و حرکت بعد از مظالم فراوانی که توسط
اگو حکومت شیعه مذهب تحت اداری مالیکی که توسط امریکا برقرار شد و تقویه گردید و توسط ایران صحه گذاشته شد، البته یعنی یک واکنش در برابر حکومت عراق شمرده میتانه شمرده شوه و همه تو یک خیزش و جنبش به نام داعش به وجود میه که اونا میخواه سراسری حکومت اسلامی را در عراق و سوریه برقرار بداره و ایستا ایستا البته دامنی از او وسیع شوه و بسیار قهرامی عمل میکنن. داعش به هر جای برسه، نه به طفل و نه به جوان و نه به پیر و زن، هر یکی را میخواه از بین ببره و بسیار قهرامی، بسیار ظالمانه یعنی فعالیت های از اونا بوده و هم در شرق میانه هم در متاسفانه در افغانستان که البته در ایران و پاکستان فعالیت ها وجود ندارم، از پاکستان به افغانستان وارد میشه. اما تو که متهم هستن طالبان و مجاهدین افغانستان از پاکستان، یعنی قرارگاهی از اونا بود، داعش هم توسط پاکستان به افغانستان فرستاده میشه. ایرا اگر آدم راستی نقطه ها را با هم وصل کنه، یک تصویر آدم میتونه داشته باشه که چرا پاکستان داعش میگن ریشه های از او البته از یک قهر و غضب ضد شیعه ها در جهان به وجود آمده و یک پلان گذاری بعد از او صورت گرفته که اگر مسلمان ها را میخواین تیرباران کنین توسط خود مسلمانان در درونی از اونا، بهترین نفاق نفاق مذهبی شده میتانه. و او همین گروه داعش که البته در عراق به وجود آمده و تحت عنوانی از او و تحت شعار داعش در هر بخشی از جهان اینا خواسته باشن، میتونن افراد و اشخاص بفرستن که تاپی داعش داره و یک بیرق سیاه و لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته است در اونجا، تحریر گردیده، ای امو بیرقی از اونا و شعاری از اونا شمرده میشه. در افغانستان هم به این منوال دوستان عزیز از سمت مشرقی افغانستان آغاز گردید و بسیاری خونریزی ها را در اونجا به حساب مرتکب شدن و بالاخره به سرحدات شمالی افغانستان، به سرحد شوروی نزدیک گردیدن، روسیه بگویم دوستان عزیز، و البته ابعاد میتونه داشته باشه، یک حادثه زادی حوادث دیگه میتونه باشه. و او البته روسیه را به قهر آورده که داعش سرحد نمیشناسه، یعنی از سرحدات عبور میکنه، شاید یک خطر برای روسیه و کشورهای جنوبی نو تاسیس یا آسیای میانه میتونه باشه و یک خطر مشترک به او کشورها و روسیه بزرگ پنداشته میشه. و روسا جمع ایرانی ها که اونا هم دشمن داعش شمرده میشن، چون داعشی ها با ضد شیعه ها آغاز کار کردن و ایرانی ها هم چون یک حکومت آخوندی و شیعه مذهب هست، یعنی اونا هم اوتومات دشمن ما دوست ما است، یعنی طالب هم میتونه در آغوش خود بگیره و برای داعش مهمات نظامی از اونا رو برسانه و برای سرکوبی داعش. و داعش توسط امریکا و غرب طوری که تبصره میشه حمایه میگرده و آقای دونالد ترامپ هم در وقت انتخابات البته یک شعار همی بود که بانی داعش هیلری کلینتون و اوباما بوده و اونا بلاسر پالیسی از اونا داعش به وجود آمده و اینا مسئولیت داعش اینا باید بپذیره، که البته قوغا را به وجود آورد که حرفا از دهن یک کندید ریاست جمهوری چطور بیرون میشه. مگر واقعیت هم رحمی است دوستان عزیز که پالیسی امریکا در عراق باعث به وجود آمدن داعش گردید و مولود پالیسی اشغالی غرب در عراق شمرده میشه و مظالم از اونا در برابر سنی ها و جانبداران یا پشتیبانان صدام حسین.
یک جنبش غضب‌آلود هست، یقینا مردم به حراس آورده و اگر هم نبود یک بهانه برای روسیه شده میتونه که طالبان را ضد موجودیت امریکا در افغانستان بگمارن و تقویه کنن و همچنان ایران و روس البته در یک پکت و در یک تبانی و هم نظری قرار داره در پالیسی های خود همطور است و پکت شانگهای که در اونجا چین هم هست شاید هم دست شوند. یک مشکل متصوره در افغانستان میتونه وجود بیاید و خدا نخواسته البته در آینده های افغانستان نمیدانم چی وقت خدا نکنه و ما از خداوند لاعزال دعا میکنیم به درگاه خدا که از شر و غم خوندیزی های بیشتر افغانستان نجات بده. به هر حال همینطور است کیس طالب قوی تر شده میره با همی اقلام جدیدی که و خصوصا هرقدر داعش به طرف سمت شمال افغانستان نفوذ داشته باشه و حملات انتحاری از اونا بیشتر گرده، اتکای کشورها بالای طالب و سرمایه گذاری از اونا بالای طالبان خواهد بود و شما میدانید که طالبان یک جنبش بیشتر سنی مذهب هست و اگر شیعه ها هم با اونا در یک ردیف قرار بگیره ضد داعش شاید یک به حساب قوی شد و بنیاد طالبان بیشتر و طالبان هم دشمن سرسخت اشغال هم هستند و دشمن داعش هم هستند و در ربودن برادرای ازاری ما در شهرهای کابل و قندهار یک سال یک نیم سال قبل دوستان عزیز حکومت توانایی او را نداشت که اونا را رها کنند از دست داعشیان. بالاخره طالبان اونا را رهانیدن و البته در اخبار هم بیرون شد و بعد از اون البته رسانه ها چون زیر سانسور و کنترل حکومت افغانستان قرار داره و مسئله خاموش گردید. و همینطور است دوستان عزیز، تا طالبان در ازارجاد هم دیده شدن که بیرق طالب و ازاره ها بلند کردن بعد از اینکه شنیده شد که طالب و روس و ایران با هم دید و دید دارن و شاید کمک های از اونا به طالبان سرازیر گردد. خبر اول بود دوستان عزیز، توجه بدارین، بعدا میریم سراغ اخبار بعدی و البته آمدن آقای حکمتیار آمادگی گرفته میشه در کابل، امنیتی از اونا و محل اقامتی از اونا و ای که یک تجلیل از برگشت آقای حکمتیار ای هم در اخبار امروز موجود بود. خدا کنم برادرایی که جانبداری از آقای حکمتیار میکنن عاقلانه در این بحث های سیاسی داخل شون، جایی که بخنگیری شوه قهرامیز عمل شوه. آقای حکمتیار امروز از در صلح پیش آمده با حکومت افغانستان، میخوای با حکومت افغانستان و ملت افغانستان دیگه کارتوس فایر نشوه و آرام آرامی باشه و صلح سراسری گرده. تحت همین شعار وقتی داخل میشه خلاف همین شعار از امو برادرها خواهش میکنم که عمل نکنن، آنچه بگوین که برای صلح خوب باشه، نه ای که ولاغ بانو میشه و قهرامیز و جگرخونی و که او اترس و دیگه اترس، ای مشکل ما رو بیشتر میسازه و آنچه امروز روی دست گرفت آقای حکمتیار عکسی از او واقع میشه. توجه بدارین به خبر اول، باز میریم سراغ اخباری بعدی. جسدهای شش کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ که در جنوب شهر شبرغان با شلیک گلوله کشته شدند به خانواده هایشان سپرده شدند. شش جنازه از ساحه دشت لیلی شبرغان که اینا کارمندهای دفتر بین‌المللی صلیب سرخ بودند آورده شدند. کمیته جهانی صلیب سرخ این کشتار را وحشتناک می داند. یک کاروان سه موتری کمیته جهانی صلیب سرخ با هشت کارمندمان در حال سفر به سوی جنوب شبرغان بودند. آنان می‌خواستند تا علوفه را به مواشی روستانیان در جنوب شبرغان برسانند. آنان در راه از سوی تفنگداران ناشناس آماج قرار گرفتند و شش تن از همکارانمان کشته شدند و دو تن دیگر آنان ناپدید هستند. ما در حال حاضر تصمیم گرفته ایم تا تمامی عملیات های من را در سراسر این کشور به حالت تعلیق درآوریم. ما همچنان نیاز داریم تا علت این رویداد وحشتناک را در بیابیم. هرچند مقام های محلی جوزجان عاملان این کشتار را جنگجویان وابسته به گروه داعش می دانند،
اما کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که این کمیته تا کنون در این باره به مدارک دقیق دست نیافته است. ما برای اطمینان یافتن از امنیت کارمندانمان در این کشور تلاش زیاد میکنیم، اما در این بخش از افغانستان که رویداد رخ داده است امنتر پنداشته میشد. از همین رو رخ دادن چنین رویدادی را انتظار نداشتیم. این حمله به افغانان، خانواده های جان باختگان و همکاران من چه مفهومی دارد؟ من هنوز هم باور کرده نمیتوانم که کسانی هستند که بر کارمندان کمیته جهانی صلیب سرخ حمله میکنند. این حمله با واکنش های سخت جهانی روبرو شده است. از این میان اتحادیه اروپا حمله بر کسانی را که بر دیگران کمک فراهم می سازند، حمله بر بشریت و نقض روشن قوانین بشر دوستانه جهانی. شاخه خراسان داعش دو سال پیش از شرق افغانستان سر بیرون آورد. سپس این گروه به بخش های دیگر کشور ریشه دوانید و اکنون در شمال کشور نیز لانه کرده است. اگر دولت افغانستان و جامعه جهانی توجه نکند، تهدیداتشان احتمال را گسترش پیدا بکند. کرده های داعش در افغانستان بی پیشینه و مرگبار بودند. انفجار دادن غیر نظامیان با ماین در ننگرهار از نخستین کارنامه های وحشتناک داعش در افغانستان به شمار می رود. افزون بر این، حمله انتحاری در نزدیکی نمایندگی کابل بانک نو در شهر جلال آباد، حمله بر جنبش روشنایی، آماج قرار دادن مراسم اربعین در مسجد باقرالعلوم، تیرباران غیر نظامیان در غور و تیرباران مدنچیان در تالا و برفک بغلان از دیگر کرده های داعش در افغانستان استند. این گروه مسئولیت حمله انتحاری بر کارمندان دادگاه عالی را نیز پذیرفته است. اینا بیشترین متشکل از توریست های آسیای میانه هستند و با استفاده از فقر در افغانستان سربازگیری کردند و سربازگیری هم بسیار به شکل ساده در افغانستان صورت میگیرد. در این میان آگاهان نظامی بدین باورند که اگر داعش در افغانستان جدی گرفته نشود، در آینده های نچندان دور این گروه به یک خطر بزرگ مبدل خواهد شد. در افغانستان قوت گرفته باشه، برعکس اونا شکست خورده، اونا در هلمند، در فراه، در روزگان، در زابل شکست خوردن و در ننگرهار هم به شکست بسیار فاحش روبرو شدند. شماره اعضای گروه داعش در افغانستان از 2500 تا 3000 تن تخمین زده شده است و بر بنیاد آمارهای ناتو بسیاری از هراس افغانان وابسته به داعش خارجیان هستند، چنان که 70% جنگجویان داعش را پاکستانیان می سازند و از قوم اورگزی و افریدی هستند. یقینا دوستان عزیز خارجی هستند، برای اینکه خود امی گروه داعش از شرق میانه نشأت کرده، مگر در اینجا عربا و کسای عراقی و سوریایی و اینا راه ندارند. صرف امی پاکستانی ها و توسط پاکستان شر پالیسی های خصمانی ناتو عمل میشه و ایره شما یقینا ما میدانیم پاکستان مایه فساد بوده. خود جنگای افغانستان البته ضد شوروی سابق یا جهاد ما از اونجا عمل شد، بسیار بیباکانه به خون افغان بازی صورت گرفت. پاکستان در اون وقت یک سپر افغانستان یا مجاهدین افغانستان برای پاکستانی ها سپر شدند ضد پلان های تزاری شوروی وقت تا آبهای گرم خود برسانند. وقتی افغانستان زیر قبضه از اونا قرار می گرفت و تسلیم می شد، اونا کشور بعدی پاکستان بود و بالاخره خلیج فارس اینا زیر حمله قرار می دادن. مگر جهاد افغانستان بسیاری کشورهای جهان هم آزاد ساخت و هم مسئول داشت، خون افغان بسیار بیباکانه ریخت و بالاخره حاصل از اونا نصیب کسای دیگه گردید. به هر حال خبر بعدی خبر آقای حکمتیار و ورودی از اونا به افغانستان است، برای از اونا آمادگی گرفته میشه، در لابلای اخبار شنیده شد، توجه بدارین، خبر مهم است. او هم
گلبدین حکمتیار تا چند هفته دیگر به کابل خواهد آمد. از همین اکنون هواداران حزب اسلامی برای استقبال از رهبرشان آمادگی می گیرند. مراسم در کابل با حضور پررنگ. ازدحام زیادی مردم در پایتخت افغانستان در مسیری که اونا به کابل می آیند خیلی زیاد است. با حزب اسلامی افغانستان با مشترکان با نیروهای امنیتی در این قسمت انشاءالله تدابیر شدید امنیتی که در وسطشان موجود باشه می گیرند. کابل شهری با تهدیدهای امنیتی بلند. با این همه نگرانی های نیز درباره چگونگی اوضاع امنیتی در آن روز وجود دارند. حکومت هم آمادگی تدابیر در این زمینه می گیرد. خود در کل امنیت یک تشویش است که امنیت مردم باید گرفته شود و تجدیلی که قرار است که اعضای حزب اسلامی داشته باشند او منظم باشه و مشترکاً کار کرده باشیم تا به روز همه چیز به خوبی پیش بره. و ما برای آرامش شهر چه باید کرد؟ در این وقت زمانی همه قدر بیروبار ضرورت نیست. همی که در ارگ ریاست جمهوری، همی که در دیگه جای یک استقبال صورت بگیره و کفایت میکنه نسبت از اینکه در کوچه و در بازار باشه. شش روز پیش نام گلبدین حکمتیار از فهرست تحریم های شورای امنیت ملل متحد بیرون کشیده شد. این یکی از شرط های حزب اسلامی در بند صلح بود. اکنون هم حزب اسلامی و حکومت وحدت ملی در پای آزادسازی زندانیان این حزب هستند. فهرست هم در این باره آماده شده. بله، خبر یا خبر بعدی البته او هم مهم است که مؤسسه یا کمیسیون حقوق بشر در افغانستان اونا اعلان داشتند که تلفات افراد و اشخاص ملکی در افغانستان بسیار زیاد شده و تکان دهنده هست و در خور اهمیت است. نمیدانم مؤسسه حقوق بشر یا دفاع از حقوق بشر در دیگر جاها یقینا عمل میکنند، مگر در افغانستان و کشورهایی که زیر سلطه دیگر قرار دارند نه صدای از اونا بلند میشه و نه کدام دفاعی از حق عمو بشر میکنن. صرف بشری که پولدار است، بشری که بادارای از اونا همین مؤسسات تمویل میداره و او بشر دفاع میدارن و او طرف دیگه عاجز بدبخت بیچاره را کس غمش نمیخوره، صرف حیثیت یک شعار برای خود داره. یقینا در افغانستان تلفات نه تنها که تلفات ای که با کارتوس و مرمی یکی تلف میشه، خود مشکلات اقتصادی، عدم تغذیه، عدم دسترسی به حفظ و صحه و مواد یا خدمات صحی، بسیاری مردم تلف میشن. امیال امی برودت هوا چند روز قبل دوستان عزیز در حدود 500 آدم در افغانستان تلف کردیده. یعنی 500 نفر به تو شما فکر کنین که باید یک 50 حمله انتحاری صورت بگیره تا 500 آدم بمیره و از بین بره. و در افغانستان مشکل همه طور است. بچه غریب وقتی مریض میشه گپی از او به تعویز و تومار میرسه به زیارت ها، و پسر خان صاحب و دوز دارایی ها او با صاحب در تیاره او را مندازن، شب در میان به هندوستان میبرن و به آلمان سرحدش میرسه، باز در اونجا اسرائیل میاد جانش خفکش میکنه و میکشیش. مگر می توزیع غیر عادلانی عاید در افغانستان که یکی 99% و یکی 1% پول هم به جیبش ریخته نمیشه، همو رسیدگی هایی که به اونا صورت میگیره، مردم عام افغانستان از همه از او محروم هست. همه طور هست دوستانی عزیز. بالای کاتب ازاره یا فیض محمد کاتب ازاره تاریخدان افغانستان، آقای اشرف غنی البته در یک ترجمه در اونجا که معبدی از او اعمار شوه و یک مدال به نام از ضرب شوه و شورای وزرا بیان و برای ما راپور بده و برای از اینکه بهترین تاریخدان بود و واقعیت گو بود و یک شخص ملی بود، وقتی حرفای از این مردم شما میشنوین و عیس مدافعین از ملی گرایان افغانستان، من نمیفهمم یاره چی بالا زده. کاتب ازاره درست است نوشته، بیشتر ملی گرایانه نوشته، تحریر کرده، در قبر خود باید آرام باشه، نزد خداوند سرخرو برگشته.
شما وقتی از اونا تجلیل میکنین، کسی باید از اونا تجلیل کنه که با مفکوری همو شخص یعنی عمل کنه. امروز شما زیر یک سلطه قرار دارین، خلاف منافع ملی افغانستان برده و مزدور و چاکر دیگر هستین. وزد یک شخص ملی که 80 چند سال قبل و خاک شده، او را شما تجلیل میدارین برای یک شادنامه و خرسندی که واوا چه یک شخص ملی بود 86 سال قبل پدرود حیات گفت و ما امروز سالگری از او را جشن میگیریم. مگر اگر شما بیمیرین، هر یکی من هم قبل شما را باید به امرای کارتوس بپرانم. به هر حال دوستان عزیز، بالای مسائل صحبت میداریم، خواهش میکنم مختصر مهربانی کنید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام محترم. سنگی سب سیحتم خیده خیر و خیری دیر خوشحال هم سید تاسی را گاورم خارق بیانم نم نو و اکثر وقت خزه خیده خوزم پختن نکوم و هم چه داغ نم چه و چان پختن او که خوکیده ایسی وای دیما نم محمد ده، دیما نم عبدال ده، دیما نم جان محمد ده. و سا اغا که تینگ راو نیسی چه نه داغ ایتا نم نده، اغا وای تلی و نه خوی ما تسکیره که دار شایدی نزو خوی چا ته. مگر بیان سب دیرم منه ندی تا لطفا محبت دیم میره بانیم خواهش کم تاس خود ما گرانی اصی خود تدرن پواکت ارتوان خط تحلیلگری هستی واقعا ښه مسایل مطرح کوی او د افغانستان سره ستاسو مینه دغه شیان ثابتوي. څنګه چې تاسو خپل پروګرام دایروئ او جوړوئ او د خدمت کې هستی، نو ما هم غوښته چې یو لنډه تفسیره د حوادث ارتباط کې اجازه یې ډېر بخښه دغه تېر دوه درې ډېر مهم حوادث چې تاسو وویل او هغه اخبار هم د سند په شکل چې معلوم سو چې دا د هغېش دخوا باید انجام شوي، نو زما په نظر چې دا خبرې اوږدې نسي زه خو دې فکر ته رسېږم چې په واقعیت کې دا باید اشرف غني او طالبانو ته یو زنګ خطر وي چې یعنی ګوره چې طالبان په واقعیت کې قوي دي د هغېش په نسبت، ولې د هغېش هغه افراطي عمل سړی ګوري او په ډېر کم وخت کې دغه درې عملیات چې دوی وکړه، نو تا د دوی توان هم ښیي او دام خیلی چه دوی تخریبونه او ظلمه در طالبان و پنسبت هم دیر جگ دهی او طالبان هم باید پدیه پویسی چه که سرای تاریخ تاو گوری یا وقت چه جهان در اطلر در خواب تعدید که سو حتی تاقیه اثر نور دخمنان لکه روسان کمونستان او غربی ملکونه چه پویسی چه اطلر زمانگ در دوارو زمانگ خپل منز که رقابت و دشمنی ده ولی تا زمانگ در دوارو دشمن ده هغه نور دوه دښمنان سره په خپلو کې د اطلاعات مقابل کې سره یو ځای شو چې دغه لوی دښمن نه ځان خلاص کړي. نو زه خو وایم چې فکر کړم چې که د دې نه سړی د دغه درېو حوادث نه عبرت واخلي، سره دې چې د اشرف غني اوسني دولت نه دا توقع نشته چې دوی د افغانستان د سولې درد ولري، ولې زه وایم بیا هم که دغه اوسني عملیات ته سړی د هغېش وګوري، وایم هم دولت ته او هم طالب ته پکار ده چې د دغسې یو جنایي کړی او حلقې په مقابل کې اوس په اوس وخت کې خپل اختلافات پرېږدي، سره یو ځای شي او دوی هم د حکمتیار په عمل قدم کېږدي او په دې کې به هم د دې ملت خدای کېدی شي چې مهربانه شي آخر کې ورته خیر په ثمر کې شي او هم د دغه تاغېش د فعالیت مخنیوی وشي او په همدې امید چې په بلاخره په افغانستان کې که یو سلم رئیسي او دغه غور او د افت مخه ونیوسي، نو فقط دغه ما نظر او وخت هم شاید یې ډېره مننه صاحب، ډېر لطفا بیان صاحب محترم، ډېره مننه لطفا خطب شره مو کړه ډېر ښه. او زه یو نظر لرم ډېر مختصر عرض کوم صاحب، چې هغه دا ده چې کله یو څوک اختیار ونه لري د صلح او د جنګ، بیا نو له هغه نه توقع هم نه د جنګ نه د صلح په کار ده. د هغه لپاره حکومت د افغانستان خو اختیار د دې نه لري چا سره صلح وکړي چا سره جنګ وکړي، او پالیسي لی د باندې تعینیږي، روپۍ هم لی د باندې راځي، حکومت هم لی د باندې راغلی ده. نو طالب هم که اختیار نه لري، فرضاً اختیار په روس پورې تړلی وي، په ایران او په پاکستان پورې، هغه هم اختیار نه لري. او داعش هم عملاً صاحب راځي لی د باندې، دلته فعالیتونه کوي، نه د اسلام هدف اسلام ده نه حکومت اسلامي ده، صرف یو وژنه ده
دا یو بین المللي توتیه ده د افغانستان لپاره د مسلمانانو لپاره افغانستان هم یو اشغال سوی هیواد ده هلته ډېرې درېګانې پرتې دي ستراتیژیک یو محل ده د هغه لپاره دوی که صلح یې دوی په ګټه وي په افغانستان کې همغه غواړي او که نه یې جنګ وي نو بیا جنګ نو اشرف غني سل چیغې وکړي عبدالله او داسې اګر چې دا صلح د اشرف غني او د عبدالله په ګټه هم نه ده او که صلح راشي یو صحیح عبوري حکومت باید راشي د حکومتونه باید ړنګ شي په دې چې نه یوازې داسې صلح نشته د خپل حکومت هم یو درست حکومت نه ده د خلکو په پایو ولاړه نه ده نو صلح سره باید یو صحیح حکومت هم حاکم شي هغه چې راشي خو دوی دواړه اشرف غني صاحب یا عبدالله صاحب غواړي چې یو څلور کاله نور هم دوی خو لرې واټن ګوري چې افغانستان کې خو قانون مانون نشته وروره شل کاله هم که په زور حکومت وکړه هغه دوی موقع ورکړه هغه د حکومت همدا اوس هم په قانون نه ده راغلی دا حکومت یو وایي دا سړي غبن کړی ده دروغې ویلي دي یو فساد شوی ده په هغې کې په انتخاباتو کې اشرف غني د خلکو په آراو نه ده راغلی تقلبي ده هغه بل وایي دا خلاف د قانون ده نو دغسې مشکلات دي صاحب هغه یې تاسې فرموده په هغه یو عادي نورمال حالت کې بیا نو بده نه وخت بله سلام علیکم سه کتاب څنګه قاضی صاحب محترم جوړ کور ودان سلام علیکم دا چې جای بوګرایب بوزوګان دی راخه د شپې پر 2 بجې پر 3 بجې دا ستاره چې د بیا اورو که څه ټونه اورو د پېښور ډیرا و دا ګر فکو جو ودان ته جامې تاسو ته کوم دا د میټالو پاره کې خبره یاد کړل دا د نجیب سره دا زه پوه شو دا سبا ارجت جولا په دا وخت یې مشه په کول و سقاو اتاو کرځي و سیاب دا وګر د میټالو لغواړي ولاخوانی سی جمال دین پا افغان پا نامه بانی کم میدال تین کردی شو باید فرهنگیانو تی ورکی دا یو دوامو موضوع داو نرخ موضوع سرگ پلاو مروز جنرال دارا براسی جنرال دارا مرز رقا اور رفراتا پر داغ بر نامه بانی توم سنوی تازه که سالتو بی اور اسماعیل یون توم دیسو سخونگوی پا افغانستان کی جنرال طاقت توم را دا جانی دی دا پیام افغان جانی تلویزون دی پا خلیج که گرد پشتانه گردی آوری پر دوگو بانی رازی دا خپل ویناوی خوی خطاب صاحب شاید تابون دا تحلیل کری هر سون دی کدی حکمتیا شاید جایشم لری دا دا درنیوی بوسی دا دا جمعیت و نظار تنگون سستی دی دا دی دا توسلا پر ناس که خون ساکی دی چو واقعا دا سبا کدان کاندید که انتخابات عمری ثابتی دی چه دا جان جنایت خیانت نده کری اپا دی شک نسا غدی دا اردوگان دا رازی دا احترام دا پار دا ملی دا دی خون دا جهات رد بانی سابل که دی سابل که دی اینده هم اول دا 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 من نداری تا نو خواه دی کرد هم دا اگر پرون نپاد شم تیر سه شمبه ساس رگرد و کورن فرانسا که دزن ناره هم دا هر شاد شهر دای کور دی رای اولی خطاب صاحب تی حق سراوار سوی دی به نشر که دو گل بدین کور چیر دی فرانسا که هر یو شکلیات پای بالخصوص دا دا سه دا جمعیت و نظار دی دشمنان دی زنده باد از بی اسلامیم دی کراسی مجھے نی برادر دبی نی مداغان مداغان یو نی بیادار مجھے بطرب ډېره مننه قاضي صاحب تا نظر خپور شو بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم خطاب صاحب محترم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مسعودی صاحب محترم بفرمایید امیدوار هستم خطاب صاحب محترم سعدمند باشین شما در قدم اول خو من عرض تسلیت دارم به شهدایی که در دو روز اخیر در افغانستان شهید شدن خداوند نور غریق رحمت کنه به فامیلایشان صبر جمیل میخوایم خطاب صاحب شما راجع به دو سه موضوع گپ زدن راجع به آمدن برادر انجینیر صاحب حکمتیار و وقایع مهم تروریستی ما اگر اجازه تان باشه راجع به واقع مهم استره محکمه که یک واقع بسیار دلخراش که از طرف قاتلین ملت افغانستان در نزدیکی استره محکمه به خوب پیواز خطاب صاحب محترم وقتی که ما قاتلین ملت افغانستان میگیم هدف تنها مخالفین مسئله دولت افغانستان و قوتای که اینا در مقابل دولت افغانستان و قوتای خارجی اینا می جنگن اینا نیست بلکه باندای مافیایی هستن که امو زندگی سیاسی و اقتصادی خود در دهشت و وحشت اینا تدارک می بینن خطاب صاحب محترم بخصوص همین قاچاقبران و مواد مخدر و غاصبین املاک دولتی و غیر دولتی و کسایی که رشوه میگیره و اختلاس
اینا در پالی البته که ما مخالفین مسئله افغانستان از اینا جدا کرده نمیتونیم در کشتاری در کشتاری ملت افغانستان، اینا در پالی مخالفین مسئله دولت افغانستان همچون اعمال زیر نام داعش و طالب و انجام میتن. خطاب محترم ببینین وقتی که قلب کابل با وجود ده ها پوسته امنیتی این حفاظت مراقبت میشه، چطور امکان داره که یک فردی که شاید حتی کوچای کابل هم خوب بلد نباشه، حتی کابل هم دوام رو خود ندیده باشه، او خود برسمه بعد است. پس اینجا وقتی که محاکمه مفسدین در استر محکمه آغاز شده و مفسدین که اونا غاصبین هستند، چی دولتی هستند چی غیر دولتی، اینا میفهمند وقتی که حیات سیاسی و اجتماعی از طریق این محکمه محکوم بشه و اینا افشا میشن، پس این تو یک اعمال انجام میتن و او را تاپه میزنن به نام داعش. ایج امکان نداره که داعش قدر قدرت داشته باشه که در قلب کابل بیایه استره محکمه را بزنه، او هم به یک فرد. اینمی نظر ما بود، تفسیر شما را در این قسمت میخوایم. از اینکه برای ما وقت دادن یک جان تشکر، خداوند حافظ ناصرتان. شزید تشکر. اول خواهمی خود عمله انتحاری یا اول خود کشتن و بعد دگار با قتل رساندن کاری بسیار سادی نیست. یک انسان یادی با عقل برابر با منطق از خداوند و از کتاب الله آگاه و هیچ وقت نمیخوای که بینی یک نفر خون شود. حتی خود انتحار در دین اسلام حرام است. یک نفر وقتی خودم میکشه حق کشتار خود یک نفر نداره، با چی خواسته که دیگرها را به قتل برسانه. یعنی شما ببینین اما خود متن قرآن عظیم و شان فرمایشات خداوند لاعزال و محق و مصدر اما قوانین یک شخص مسلمان و با ایمان قرآن است، باز احادیث است و اجماع است و سنت پیغمبر. اینمی ها برای ما تعلیم میده که چی کنیم و چی نکنیم و کشتن یا فرض کنیم قتل نفس بدترین گناه بعد از شرک است و شرک بدترین گناه است. اگر شما را عملی را که انجام میتین اگر با نیاتی که خداوند برای در راه خداوند نیست و با خداوند عقیده نداشته باشین او ضایع میشه. یک کلمه دارن به نام هبته، هبته یعنی ضایع، از بین میره، هیچ به درد نمیخوره و مثل که شما یک خاک بالای یک سنگ در یک بالایی قلی کوه بگذارین و یک شمال یا بادی بسیار عادی او را بپرانه و ببره، از بین ببره. مگر اگر به نیات پاک باشه، صدقات باشه، در راه خداوند باشه. اینا کسایی که اونجا میان قدر اینا فکرشان ترزیق میشه، با حد برای از اینا گفتن میشه و صاحب از خدا و از کتاب و که جهاد است و صاحب ضد کفار است و کفار وطنتان گرفته، شما مکافاتتان بهشت برین است و نمیدانم فرشته های بهشت ردیف استاد استن به استقبال شما، این دنیا دنیای گذرا هست و شما جان و مال اترو دفاع میکنین و جان خود و یرفا رو برشان میزنه، اونا میپذیرن که همین جان کشتن هم رواست و هم مکافات داره. وقتی اوتر اگر یک انگیزه بر یک انسان خلق نشوه، شما در همین جهان بزرگ شما یک نفر ببینین که یک روز تحمل یک درد یک انگشت خدا نداره و بیشتر انسان ها رو میبینم و تکلیف سرطان مصاب شدن یا دیگه تکالیفی که دکتر برشان فرزن 6 ماه 7 ماه وقت داده که میمیرن هر روز شماری میکنن و همون دردای ادوی بیشتر مدهش تداوی سرطان تحمل میکنن مره برزی که یک چند روز زنده بانه. یعنی همو حیات انسان یا علاقه به زنده بودن بسیار بسیار بر انسان عزیز است و همو اولین تحفه و ارزش یک انسان حیات از او است. دیگه بنان ما میگم تو یک آدم عادی که قهر باشه و شاید خود در بته یکان یخن پارگی هم کنه و غالمغال مظاهره دیگه مگر به صورت عام همی خود عملات انتحاری منشه میگیره از تشویق یا انگیزه های درونی که در اونا خلق میکنه و اونا را به حدی میرسانن که بسیار نه تنها که خدا باید منفجر بسازه، حتی بسیار به خوشحالی و خرسندی و علاقه و
بسیار به سرعت میخواه که همکار صورت بگیره که اونا زود برن داخل بهشان. ای از نادانی و ای که چطور اینا افکار از اونا تزریق میشه همونطور. در خود جهاد افغانستان هم همونطور بود. ولی پشاور انگیزه هایی که برای از اینا داده میشد و نطق و خطابه بود و صحبت بود و الله اکبر و صاحب ترانه ها برای از اونا سروده میشد، یک بیچاری که از دنیا خبر نبود صاحب، یک چهار پنج تا طفل داشت و پایش هم کف کف و صاحب در خانه خود یک اندوار دم نداشت و صاحب میخواست برای خداوند برای جهاد برای او صاحب از امون جمع بخچگه که خدا میگرفت و برای دائم ودا میگفت و میرفت. باز به اکثر از پس هم بر نمیگشت. از این دو میلیون آدمی که جان باختن در افغانستان اکثر از امونا بودن. یا افرادی که اتو کدگی و دنیا را میشناختن اکثر از او در پشاور یک چند وقتی بودن او را در دفاتر تیر کردن و صاحب یا به اروپا رفتن و یا به امریکا آمدن. او راهای یعنی پاکستان یک محلی عبوری بود برای از اونا. اونا به این چیزا عقیده نداشتن و کسای دیگه که به همی احزاب و در دفاتر بودن اونا هم در داخل افغانستان برای جنگ نمیشه تافتن. ای بچه غریب میرفته مو او زیاد شوقی بهشت ساخته بود و و او هم بدون کدام تجربه خاصی هم او انگیزی از او را میدواند و اکثر از اونا شهید یقینا هستن. بسیار به علاقه بسیار به انگیزه های درونی شریفانه دفاع از ملک و دفاع از اینکه کفر آمده و اسلام در خطر وی گپا بود. ولی هم انگیزه در افکار از اینا تزریق میشه و ما تعجب میکنم که یک روز یک کسی بیای و از درون نیمیا رو برای ما تشریح کنه، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ خود درون دستگاه از اینا مثل همون زنبوری اصلا که آدم از کندوی از او رد میشه میبینه که چند تا زنبور است، مگر اگر در خود امو سیستم زنبوری اصل میگه شما داخل شوین قدر منظم هستن، از خود پادشاه داره، ملکه داره، نمیدانم عسکر داره و نمیدانم پاسبان داره و دیگه داره و سب. حتی دهنی یکی از زنبورا میگه اگر بالای کدام کسافت بینیشینه به امو صندوق زنبورا میگه بیا او را در اونجا حلقاویز گفته بازی ها به دار میزنه. یکقدر اوشیاری در درون زنبورای اصل موجود هست. باز چی خواسته که انسان ها آدم داخل شوه که ببینه که طالبا را کی تشویق میکنه، چطور تربیه میشن. همین بخش به کلی خاموش است، بسیاری مردم نمیدانند. به هر حال دوستان عزیز ما میریم سراغ یک چند اعلان، وقتی برگشتیم انشاءالله تلفن های شما را گرفته و برای مسائل صحبت خواهد کردیم. لطفا با ما باشید. دستگاه دیکشنری همراه کار را برای شما آسان می کند و با شما سخن می گوید. دیگر نگران انجام کارهای روزمره خود نباشید. شما جملات خود را به فارسی بنویسید و دیکشنری جملات شما را به انگلیسی ترجمه کرده و حتی به جای شما سخن هم می گوید. دستگاه دیکشنری اکتاکو $250. اگر در این زمان تماس بگیرید، دیکشنری همراه را با قیمت باور نکردنی $199، فقط $199 می توانید در اختیار داشته باشید. دیگر نگران امتحان سیتیزنشیپ نباشید. شما می توانید با یک همراه در کوتاه‌ترین زمان برای امتحان شهروندی آمریکا آماده شوید. دستگاه دیکشنری اکتاکو با داشتن بیشتر از 14,000 کلمه برای هر زبان راهنمای شما. یاد گرفتن گرامر زبان انگلیسی با آسان‌ترین راه. دارای ماشین حساب، ساعت جهانی، بازی‌های مختلف، حتی شما را با ضرب‌المثل‌های انگلیسی آشنا می‌کند. دستگاه دیکشنری اکتاکو فقط $199. همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید.
چوپان کباب رستوران جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شماره 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی، همه روزه بوفه تازه و فرمایشات ویژه شما شامل انواع کبابها، کرایی، چاینکی، دوپیازه و لونگ مهماندار شماست. چوپان کباب همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب با سالون زیبا آماده تجدید از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شماست. آدرس: اشتایندم شماره 32، شهر هامبورگ، جرمنی. زیری کندهار حبیب سٹور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده. یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شکیفیت در لدون که افغانی وچی میوی او اندی مساله جا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب سٹور چخه دا میرمن فرخوندی حبیب مدیریت تر لاسه کولی سی. بحار پولا چیا قربان کرم داخل کلی با پتا سگران کرم. هرمیشتو افغانانو تا زیره افغان بوکس 15 د تلویزیونی رسنیو په ډګر کې د مدرنه ټکنالوژي یو به ساره ګام د افغان آی پی ټی وی اداره ویاړي چې خپل نوې افغان بوکس 15 د داسې تخنیکی ځانګړتیاو او وړتیاو په لرلو سره بازار ته وړاندې کوي چې تر اوسه په نړیوال مارکیټ کې ساره نه لري. د افغان بوکس 15 په وسیله کولای شي نه یوازې چې افغاني او نړیوال تلویزیونی چینلونه پرته له ستلایت څخه په ژوندۍ بڼه په ډېر لوړ کیفیت سره ننداره کړئ، بلکې تیر شوي پروګرامونه هم تر 2 ساعتونو پورې وروسته وګورئ. د دې ترڅنګ افغان بوکس 15 د نورو ډېرو داسې وړتیاو او ځانګړتیاو لرونکی دی چې تر اوسه ساری نه لري. تاسو کولی شئ افغان بوکس 15 د یو کال ګرانټۍ په لرلو سره د افغان آی پی ټی وی مرکز د نمایندګیو او همدارنګه د آنلاین شاپ څخه په ډېرې اسانۍ سره راسن او یا د پوست د لارې ترلاسه کړئ. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دی سر خانم و عزت میمانم و برینج ممتاز بود باشه نوشه جانم، برینج ممتاز به به غذای مای، برینج ممتاز به به مثل فلای، برینج ممتاز به به غذای مای، برینج ممتاز به به مثل فلای، برینج ممتاز نظریان چه عزیزه به نزد جمله خانواده ها عزیزه، برنج ممتاز به به شور و نواله، برنج ممتاز به به انیس مایه، برنج ممتاز نظریان چه عزیزه، آشپز هم عزیزه، آشپز هم عزیزه. بازار ممتاز نظریان، انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر هامبورگ. آدرس: ونسپیکر شوسه 98، نمبر تلفن 0429884933 و 0176-82-08-96-5. قابل توجه، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید،
اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید، اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منشر بگذارید، شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استدیو در هامبورگ با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد، در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی، من احمد شریفی از احمد استدیو در خدمت شما. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام داریم خدمت همه. البته اخبار افغانستان، سرخط اخبار، اخبار مهم 24 ساعتی گذشته خدمت شما تقدیم گردید و بالای همون زیادتر صحبت کردیم و خبر اول خو مسئله داعش در افغانستان و ای که به سمت شمال افغانستان نفوذ کرده و توسعه داره و در حال توسعه است و بعدی از زوره هم عرض کردیم که ارتباط طالبان در اخیر در طول یک و نیم سال با روسیه و ایران و روسیه را هم شما میدانین که آهسته آهسته دوباره یاده میشه و روسیه که به حساب فرو پاشیده بود یا شوروی دوباره یک پکت درست میشه تحت عنوان شانگهای و یکی از اعضای عمده از او روسیه هست، چین هست و بالاخره دیگه کشورها را هم در این پکت داخل میسازن. یک دشمن مشترک در برابر موجودیت ناتو و اعضای از او یا ائتلاف در حال توسعه هست و جهان یک شکل دیگیره برای خود میگیرد. در این راستا اقلام جدید فرزن طالب است، اپوزیسیون داعش ضد منافع مردم یا دشمن امنیت افغانستان هست و داعشیان دشمن روس شمرده میشه و همچنان ایران عرض کردیم و در اینجا طالبان میخواهند که در افغانستان سلطه داشته باشه و ضد حکومت و موجودیت قوای اشغال در افغانستان در جنگ قرار دارن و روسا هم اشغال افغانستان هم میگه ختم شوه و امریکایی از جواری از اونا بیرون شوه و خطری که برای روس و چین و کشورها در یا ایران رفع شوه و او جنگ برای از اونا بسیار ارزان است که قوای بشری ضد دشمنی از اونا موجود باشه، صرف اینا تفنگ به دست از اونا بده و ای البته مشهود بود در جهاد افغانستان هم به می ترتیب عمل شد با خون و ایمان افغان یک ابرقدرت به زانو در آمد و بسیاری کشورهای جهان از شر خرس قطبی رهایی یافت. حال هم اینا می خواهند آنچه در دهه 80 صورت گرفته در دهه 2000 یا یا قرن دیگه که رونما گردیده یک هزار سال ملینیم گفتی از اینا آغاز گردیده، یک لشکر بسیار قوی به دست روسا می افته، ایران می افته و در این راستا دشمن مشترکی از اونا فرض کنیم داعش هم هست در افغانستان و حکومت افغانستان هم هست و یک علایق مشترک در اینجا خلق میشه. در دوران جهاد علایق مشترک مجاهدین با امریکا، با غرب، کشورهای ناتو در یک ردیف قرار داشت ضد شوروی و امروز روسا و ایران و چین در یک ردیف قرار میگیرن، یک لشکر به دست از اونا قرار میگیره، یک جنبش آتشین
به نام طالبان و موفق هم هستند، تجربه نشان میدن. و آمار جهانی که نصف افغانستان یعنی 50% خاک افغانستان یا جغرافیه افغانستان امروز به دست طالبان قرار گرفته، در قرا و قصبات افغانستان طالبان حاکم هستند و حکومت افغانستان عاجز است و مهار کرده نمیتونه چی خواسته با داعش در جنگ قرار بگیره. و شخصی به نام آقای دولت وزیری یکان بار پیدا میشه از خواب زمستانی چیزایی میگه هیچ منطق انسان نمیپذیره، خلاف آنچه جهانیان میگن و راپور از جهانیان منابع معسق جهانی او را به کلی اغماز میداره. به هر حال وضع افغانستان در یک تحول هست، در نوسان است، یک چیز دیگی در حال آبستن است در افغانستان. ای که صلح خوب چیز است و ما صلح میخواییم و جنگ بد است و خونریزی طور است، این همه میدانیم، مگر این در حالتی هست که دو قوای برابر با هم صلح کنه، دو طرفی که منافع از اونا مطرح باشه و با تعهدات بیسته. برای ما تعجب است که آقای حکمتیار با حکومت افغانستان یک تفاهم نامه بگویم یا تعهد نامه امضا کرده و گیرم اگر اونا همی همه مواد تعهد نامه را به حساب عمل نکنن، آقای حکمتیار یا گروهی از اونا چی کرده میتون؟ باید خود همی تفاهم نامه قرارداد وقتی دستخط میشه یک دندان خود داشته باشه، یک پاور، یک قدرت، یک نیرو داشته باشه. در اگر خلاف واقعی شد این عین نمو تعهدنامه یا قراردادی که میان بایلترال سکیورتی اگریمنت یا قرارداد میان حکومت افغانستان و ناتو بوده که یکی از او عمل نمیشه، هر چیز دلی از اینا میخواید صرف باید یک نمایش قرار میگیره. دیگه یک تعهدنامه و قرارداد و یک تفاهم میان یک دو طرف، اول خو حکومت افغانستان با حکومت افغانستان قرارداد امضا کو یا تفاهم نامه یا تعهد نامه یا هر بلای معنای از چیز. اشرف غنی صاحب یا حکومت موجودی افغانستان خوشحال آورده اونا را و اختیار در دست دیگر کساس و اینا را صرف گماشتن که یک رول بازی کنه، مثل که یک نفر کرکتری برای فیلم خود میپاله، بچه فیلم داره و دختر فیلم داره و افراد و اشخاصی که در یک فیلم کار میکنن برای از ما ماش میتن، اما تمثیل میکنن، مگر اختیاری از زیر خونه داره که سناریو رو تغییر بده یا داستان فیلم تغییر بده یا امو اکتینگ را که اونا میخواین و کنه و دایرکت میکنه و او خلافی از اوی کار کنه، او اختیار به دست داستان نویس و بگیسا پرودوسر و دایرکتر و اینا هست، اونا صرف رول بازی میکنن. یا یک درام سر استیج درست شده برای یکی ریش مانده و یکی را چپن میپوشن و یکی را اینوان، در اونجا هیچ کس حق نداره که او را تغییر بده. بنابراین حکومت افغانستان ممثل یک اشغال هست، ممثل چندین کشور جهان هست، اونا را آورده گذاشتن یک تمثیل برای از اونا میکنن. خود برای منافع مردم افغانستان روی کار نیامده همه توی یک حکومت و شما واضح هنه میبینین که همی حکومت موجودی افغانستان تا خرخره از فساد پر است و ای را اغماز میکنه. کشورهایی که بادارای از اونا بی مزدورا و غلامای خود میاره میخواین همه تو اشخاص که برای از اونا دست به سینه استاد باشن و امیری از اونا را بپذیره، مغایری از او سری از اونا را میبره. تو ساده و بسیط خونیست که خلاف علایقی کشورها ممثلین کار کنن. بنان هر قراردادی که با اونا امضا میشه، هر تعهدنامی که صورت میگیره، او بیماناست نباید خود بازی بتن و ملت اقوا کنن. ای به نظر ما و در داخل افغانستان هم صلح به هزارها دشمن داره، همی حکومت موجوده، همی کسایی که یک 10,000 نفری که در چور و چپاول دست دارن، اینا دشمنان صلح هستن.
خود ناتو در افغانستان صلح را نمیخواه. بنان وقتی دشمنای بسیار قوی صلح داشته باشه و باز از صلح صحبت شوه، در اینجا مغایر آنچه قرار میگیره و یک خاکی است که به چشم مردم زده میشه. حکومت اسلامی افغانستان کجای از اسلامی است؟ یک کسایی که با مسند خطابه می نشینن از قرآن و حدیث میگن کدام از او را اینا عمل کردن؟ هر کدام به زعم خود از یک طریق از عنوانای بسیار شریفانه میخواد استفاده کنن. دیگه بنان وقتی در پای تحلیل میشینیم همه از این ارزیابی بدارین. ای که باز کی خوش میشه و خفه میشه و جگر خون میشه، او مسئله علایق شخصی انسان هاست. بعضی ها اولادای خدا میگه قدر دوست داره که میگه مخار پشت، میگه قدر به حدی به طفل خود علاقه داره که یک کسی اگه برش بگه نرمترین تکیه یا موجود جهانی رو برای ما بیارم، طفل خود آغوش خود میاره که همین نرمترین زیباترین همی هست. او علایق شخصی انسان هاست که با یک نفر پیوند زده، حب و بغضی از او در برابر امو اشخاص یا مثبت است یا منفی است، او درست نیست. مگر عاقلانه و افاقی اگر شما میخواین تحلیل و تفسیر کنین با چیز دیگی است. بله، سلام علیکم سر. و علیکم السلام. معروف شد، سلام علیکم. سلام است جور. خیلی زد اول استاد مبارک مخ خلاوم او بیاتا استادارف کوم چه آقا ورز زما هدف هیس کلا استاسو شخصیت بانده حمله نوه. ما عمومی خبری کردی دی چه خدای او کی چه تاسو او دادرانه او ریدین که زمان خفه نیسی در سوی تفاهم آفرین مختر آقلا ده خطاب صاحب محترم آفرین. زمیشه دا وایم چه زه یو افغانم یو مسلمانم، بیا در طولون لور زه و انسانم، زه پی انسانی لور چوکات که خبری او نظریات می تنظیم کردی دی آفرین. او زه ده حس حس پوره داغا شل پینزیش کالا کیگی چه زه پینزیش کالو نم زیادو سوچ ده حس حس سر سیاسی اڈی که نلرم، مگر سیاسی شناخت ده راستی و چپیا احزاب سر لرم. زه دار نلرم چه وایم چه زه زبایم او زه و دارسم. تاستا خطاب سه معلومه نده، زه با تاستا عرضو کم چه آغا وقت چه جورج بوش دنالی قهرجن او سوپر پاور رئیس جمهور اعلانو که او دا طول نړی په دې خبر ده چې وویل چې مونږ دوه خواوې لرو، یو زمون خوا ده او بل د تروریستانو خوا ده. درېیمه خوا مونږ نه پېژنو او هر چا چې سر پورته کړو مونږ یې وزنو وهوی. ما په هماغه حال کې په ټورنټو کې افغانان دلته شته، شاهد دي صاحب، چې ما بیرغ پورته کړ او د سولې اواز مې جګ کړ او ما سره د تورنټو شریف خلکو په دې کې برخه واخیسته او بدون د ډار نه مونږ دا سر په لاس کې ونیو او لاړو مظاهره مو وکړه. مونږ ویل نه جورج بوش نه بن لادن او نه جګړه، مونږ سوله غواړو. دغه عرض مې وکړ او راغلو. اوس که اجازه وي د افغانستان په ارتباط باندې ډېر لنډ غږېږم. او هغه دا ده چې دا د سولې پراسه هر څوک چې وي، خطاب صاحب هغه ورځ تاسو ډېر یو ښه خبره وکړه چې که د ولې نه وي او که د منې نه وي چې مڼه لاسته راځي هغه قابل د قبول ده. دا چې د سولې پراسس روان ده او د افغانستان داخلي او خارجي سیاست نوسانه بڼه لري، مګر د کومو ورځې نه چې د حکمتیار د سولې قرارداد د دولت سره د امریکا په خوښه او د منطقې په خوښه امضا سوی ده، او د دې دلیل دا ده چې د امریکا په خپله په دې کې مستقیم یا غیر مستقیم شاید کوم نظر نی ورکړی، مگر د امریکا سفارت د افغانستان ټول امور کنټرولوي او ټول راپورونه اخلي او د کابل دولت او ټول نور احزاب ترمنځ یو پول ده چې دا تاسو ته بهتره معلومه ده. او د کابل د امریکا سفارت په کابل کې په کومه ورځ چې دغه سوله امضا شوه هغوی یو اعلامیه خپره کړه. متاسفانه چې طرفدار میډیا دغه خپره نه کړه او ما دغه د سفارت هغه تایید چې د سولې نه سوی ده تاسو ته استولی ده هغه بیا ولولی. او په همدغه شان ملل متحد هم دغه شی تایید کړ. او د کوم ورځې نه چې دغه د سولې قرارداد سوی ده د حکمتیار او د دولت ترمنځ، تر اوسه پورې په دې کې د امریکا او د ملل متحد او د نورو ممالکو منفي نظر تر اوسه نه ده ویل شوی. نو مونږ هدف دا ده چې دا ستاسو ویل په افغانستان کې
سوله دښمنانم لري خو دوستان ډیر لري. خدای دې وکړي چې دغه سوله تاسو راوستی سي او که حکمتیار صاحب راوستی سي او که ګران طالبان راوستی سي او که غني صاحب راوستی سي. زما هدف د افغانستان د پاره چې زه کله په سوله باندې ټینګار کوم د سولې طرفداري کوم دا د حکمتیار طرفداري نه د حزب اسلامي طرفداري نه بلکې د افغانستان د مظلوم او په وینو لړلې ملت د پاره د سولې غوښتنه ده. نو الله تعالی د همت ورکي افغانانو ته چې په خپل منځ کې سره تفاهم وکړي او دا سوله راشي او د حکمتیار راتګ تقریبا یقیني سوی ده او د ده په راتګ سره به انشاءالله نور هم طالبان همدا اوس په جریان کې دي د سولې د خبرو دوی چې انکار کوي هغه د هغوی کار ده زه نه پوهېږم. هم د دولت سره په ارتباط کې دي هم د نړۍ سره په ارتباط کې دي او د حکمتیار د راتګ نه وروسته کیدلی سي چې بله مرحله د طالبانو سره د خبرو مذاکرات شروع شي. دا چې نظامي اقتصادي او سیاسي انډول د امریکا سره برابر وی او بیا خبری وشي دا هیڅ امکان نه لري. خطاب صاحب مونږه یا افغانان په دغه سټیج کې یو چې مونږ ډیر فقیر ملک یو ډیر غریب ملک یو هغه سټیج ته نشو راتللی مګر د نړۍ او د منطقې او د ملي شرایطو په نظر داشت کې او په نظر کې نیولو سره که چیرته یو تفاهم صورت نیسي چې د ټولو خواوو قابل د قناعت وي دا به د افغانستان د سولې د راتګ دپاره ډېره ښه خبره وي. جهان مننه او خدای بیا زه تاسو مخمه چې کوم خدای دې وکړي چې زما خبرې تاسو ته نه دغه شوي هېڅکله تاسو باندې او هېڅ انسان باندې دا زما اخلاق دي او اسلامي اخلاق ته اجازه نه ورکوي چې د چا زورو را پرما او دیر خبری جو کنی هم معذرت غوارم چه کچیر تا ما تا کنزلی کی او زمان نه خیل افغانستان آزادی گی زو طول تا اجازه ورکوم چه معروف تا در نه نه کنزلی کی یودی کی زبیام دا غوی مخم چی کوم او اغوی تم سلام و احترام را نکوم یو جهان من نه تشکر دا مخم چوکا و دیتا مخم چوکا دا خوکاو بیدغه سر ورونیم کوم مشکل نه لرو یو بل سره راغلو دلته خو کوم بل داسې قضایي ارګان موږ نه لرو اجرایي نه لرو کوم پارلمان هم نه ده یو تلویزیون ده یو څو نفره راځي خبرې کوي یو بل سره تفاهم کوو د افغانستان په حالاتو یو تبصره کوو د خپله پروګرام له همدغه ډکېږي دا موږ مواد چې دي دا دي چې زه یو څه وایم د افغانستان له خبرو رقی چې کوم راوړم یې تاسو ته وړاندې کومه دلته تاسو ته موقع در کومه چې راسئ خبرې وکړئ ما هېڅکله نه دي ویلي چې تا ماته کوم توهین تا کړی ده یا هغه سوی ده توهین وکړې خپله توهینېږي که محبت وکړي لکه نن غوندې محبت دې کړی دوستي ده د شق او جنګ سر هېڅ سر ته نه رسېږي څوک خریدار نه لري راغلو دې لپاره چې دې سړي ولې دا وویلې دا خو والله مریض ده هغه سړی دا خبرې څکي دا مریضان دي خدای د مریضانو ته شفا ورکي او چې چون والله زه د دې خبرو واقع کېږي دوی نه شفا خدای نه ورته غواړم د شیان ته وویلې چې هغه معنی یې دا چې هر څوک چې د همدغې هغې نه سوال کوي همدا څه چې سوي دي یا حکمتیار راځي هغوی مریضان دي یا فرزنونو آغای تو گفتو بسیار بد آدم بس یا دا آغا غونډو ته ما وویل یا دا معنی دی ویلی چون والا ما تا کوم شی ما ته ویلی دغه لپاره زه هغه سمه راو پاریږم او تا ته یو شی ووایم ما ته م که ووایې په منطق په خبرو ووایې دا خبره دې درسته نه وه په دغه دلیل په دغه دلیل په دغه دلیل زه ډېر خوشحاله کېږم هېڅ مشکل نه لرم زه وایم ولې زه هغه سم متاثره سم چې تا چون یو خلاف دې ما د خبرو یو هغه کړی ده یو نظر ورکړی دغه لپاره دغه شی و نور کوم مشکل نه ده تا تشریح کړی ما نن پرېښودې ما مه کوه چې دی ډېر وغږېږي چون بله ورځ ما چراغ در باندې ګل کړ نو راغلي دا د محبت سر دې نیولی دا ډېر ښه ده زه وایم دا وکړي یو له بل نه عفه ډېر ښه شی ده دا بغض و کینه ډېر بد ده دا مسایلو د افغانستان کې په جنګ نه خلاصه کېږي نو لطفا تلیفون را وکړئ ځینې مسایلو باندې لطفا دوستان عزیز بهترین موقع ما چند لاین باز داریم که شما میتونید. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو یکی بود که اینجا. بله سلام علیکم. برحال آمدیم دوستان عزیز مشکل ما مردم در افغانستان عباد وسیع داره
جنگ دارین در جبهات، مشکلات حکومتی دارین، جبر و ستم اغیار هست، توطئه های جهانی در افغانستان گره خورده، مشکل ما در خود درون افکار ما موجود هست، یک کشور 40 سال با هم در بغض و کینه و عداوت قرار داریم، چی در تلویزیون، چی در دور از تلویزیون، در جبهات، در داخل افغانستان، یک کتلی کلکباز در جانی ای بزن و بزن، صاحب دروغ، مفتخور، دوز و غارت تولید شده و برای از این نکته پایان گذاشتن بسیار دشوار است. یک نفر اگر قلبش درد کنه یا مشکلات قلبی داره میبری برادر قفس سینیش باز میکنه و پیوند میکنه میره پس کار خود. افکار یک انسان شما اگر از تخاصم و انتقاد و بغض و عداوت و کینه و اینا میخواین زدوده شوه و به محبت، این بسیار میگه دشوار است، سالها را میگیره تا کتله از لحاظ روانی پس سالم بگرده. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکات برادر خطاب. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید برادر خطاب، بسیار خوب تحلیل کردین برنامه را. از اینکه همیشه صدای ما را صدای حق بلند میکنین، هر کس که هر چیز میگه شما صدایش میکشین به هر گوشه دنیا. آفرین. اگر همین صحبتایی که به می شکلی که ما میکنیم آزاد صحبت میکنیم، اگر امیر در کابل در یک منطقه بکنیم امیر قسم صحبت کنیم، 40 تا چاقو کش و شورای نظار و دوز و دغل و وطن فروش 40 چاقو میزنه ما را. بله راست. آمده می که باید بسیار زیاد ما از خودت تشکر میکنیم، از برنامه خوبتان وقتتان را برای ما ضایع میکنین، مصرف میکنین، زحمت میکشین. و دیگه برادر خطاب، ای که انتحاری که رخ داده دیگه، ای را هم با خدای حق علا العالم میگیم که ای کار کدام انسان میکنه، چی رقم انسان باشه که او ای کار میکنه و خود توتا توتا کنه، و ای را ما علا العالم که به سر کی پرتیم، امیر کار کی میکنه. تشکر از برنامه خوبتان، از ای که برای ما وقت دادین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. تلویزیون خوب وسیله رسانی است، با هم تاتی نظر میکنیم، صحبت داریم، مشکلات افغانستان است، آبادی وسیع داره. برادر ما هم کدام مشکل نمی بینیم که کی چرا چی گفت، مشکل ما مردم، مشکل وطن ماست، یقینا مشترک، یکی از راه صلح و یکی از راه جنگ، یکی از یک طریق تبلیغ برای افغانستان، از یک دریچه می خواهیم وسیله خیر شویم. دیگه او را شما را هم خواهش میکنم و افغانای ما را کسایی که میخواهند در این راستا سهم خود داشته باشه لطفا بیان و نظریات خود بیان بدارن. و ایران من نمیگم که کی با کدام حزب تعلق داره داشته باشه، تعلق حزبی و تعلق اجتماعی و سمتی و اینا خاصی انسان هاست، اختلافات نظر دارن. بله سلام علیکم. بله خطاب، سلام احترامات تقدیم برتون میکنم. و علیکم سلام، بفرمایید. پروگرام بسیار عالی برای بیننده هایتان، برای فامیل محترم تقدیم سلام های ما را بخش برد میرسونم. تشکر. بینید آقای خطاب، من تقریبا یک 4-5 سال هم رایم بیکرده میوین افغانستان کار کردیم. یک کلمه میگم با مو خدای نه، این ما از این تجربه خود میگم آقای خطاب. بله. اگر امریکا بخواه با خدا لمن ظرف یک هفته اگر کسی در افغانستان کسی فایر کرده بدون. آفرین. اینم کنم با خدا، اینم براتون میگم، اینم با خدا کس اگر فایر کرده بتونه، اگر امریکا واقعا بخواد که افغانستان آرامی بدونه، اینم یک جان سپاس روی کتاب میبوسم. تشکر امیر، واقعا میگم به نظر ما هم درست ایرا تحت عنوان صلح پیش کو اورا داعش آمد و سه بود گره علی که چی میگه پاکستان فرستاده و پاکستان دو بزنین علی نمانین و حکومت افغانستان فاسد است و را قایم بگیرین، امین اجتماع را یک رقم گیج ساخته، مشغول ساخته که از حق خود دفاع کردن نتانه و مشغول امین باشه که پاکستان بعد از ایران، روس، نمیدانم حکومت افغانستان یک حکومت فاسد است، علا قهر شوین بالای ازی که از امو
هدف اصلی اینا سایبان چی اینا میکنن و بسیار برای ما جالب است. اکثر از این مردم میرن صحبت میکنن قهر میشن در این عملات انتحاری، یک نفر نمیخیزه که می حکومت مقصر هست، حکومت افغانستان مقصر است. دوستان عزیز، ما مشکل تکنیکی بسیار مختصر پیدا شد، دوباره برمیگردیم به اعلانات رفته، دوباره برمیگردیم خدمت شما خواهد بودیم. لطفا تلفنایتان نگه دارید. در بیش از 15 سال گذشته بیش از 1 میلیون نفر در سراسر جهان با استفاده از دستبند مغناطیسی به شادابی، انرژی و تحرک بسیار بالا رسیدند. دستبند مغناطیسی را به دست خود کنید و پس از فقط چند روز شاهد تأثیرات شگفت‌انگیز آن باشید. هنگامی که تعادل بین یون‌های مثبت و منفی بدن ما از بین می‌رود، ما احساس بی‌حوصلگی، خستگی، کمبود انرژی و درد می‌کنیم. دستبند مغناطیسی انرژی طبیعی بدن را به حد اکثر می‌رساند تا بدن تحت هر شرایطی احساس خوبی و راحتی کند. اگر از درد شانه‌ها، پاها، سردرد، بیخوابی، بی‌حوصلگی و خستگی مزمن رنج می‌برید، دستبند مغناطیسی چاره کار شماست. زندگی بهتر و احساس راحتی با دستبند مغناطیسی. بهبود سیستم ایمنی، بهبود سیستم گردش خون، التیام درد در نقاط مختلف بدن، افزایش انرژی، تنظیم خواب، تقویت حافظه با دستبند مغناطیسی. امروزه کسانی که سبک زندگی سالم را انتخاب می کنند حتما از دستبند مغناطیسی استفاده می کنند. تلفن سفارش 818-884-7018. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. باکس دیجیتال طلایی 1. تولید جدید در جهان تصویر دیجیتال. اگر می خواهید جهان را در خانه خود تماشا کنید، اگر می خواهید 1500 کانال سراسر جهان را داشته باشید، از باکس طلایی 1 دریغ ننمایید. امکانات یوتیوب، گیم و ایمیل باکس را 1 سال گارانتی می دهد. چای الکریم با عطر بهاری و طعم لذت بخش به روزتان لحظه های سرشار از شادی و ارمغان می آورد. برنج های الکریم، عمران القصر الکریم، فیصل و احمدیار، بهترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر دلاویز از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دلخواه خانواده های شرقی. این برنج ها را می توانید به طور عمده و پرچون از این نشانی ها به دست بیاورید. شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ، نمایندگی های شرکت کاپت اکسپرس در منطقه ساوتال شهر لندن انگلستان
نمایندگی های این شرکت در شهر مالموی سویدن با مدیریت آقای ابو عمر و سایر خوراک فروشی های افغانی، ایرانی و عربی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی. برای به دست آوردن معلومات بیشتر لطفاً با شماره های زیل در تماس شوید. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی های مدرن طعام‌خوری را با قیمت های ارزان تقدیم می دهند. همچنان بهترین مبل ایتالیایی، اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167، شهر هامبورگ، جرمنی. دوستان عزیز، عرض سلام داریم خدمت شما هستیم. بالای صلح صحبت میشه، اما تشنه صلح هستیم، باید صلح برقرار شد. رئیس امریکا بعد از احراز کرسی حکومت جدید امریکا، آقای دونالد ترامپ، اینا یک غوغایی را برپا کردن و کسایی که از یافت کشور داخل امریکا میشه و امنیت به هم میزنه ممانعت گذاشته و سه یک غوغا برپا شده و علت اصلی از اون معنی است که حکومت میخواد که اونا را دیگه در امریکا نگذارن، چون در اینجا امنیت به هم میخوره، عملات انتحاری صورت میگیره، قتل و قتال و خونریزی ها و اینوان برای امنیت مردم امریکا. آقای دونالد ترامپ از امو قدرت اجرایی خود استفاده میکنه و صاحب میگه که اینا را از هفت کشور دیگر نمانین و اگر هم میانه صاحب شدید تفتیش کنین که در میدان های هوایی که کسایی را که یعنی اندکی مشکوک هستین اونا را دوباره به اوطانشان برگردن. و افغانستان که در و دیوارش باز است، داعش خود از اینا میفرستن، طالب خود از اینا توسط پاکستان و از طریق ایران و روسیه و این و آن. افغانستان شما سرحد باز با ایران دارین، سرحد باز با پاکستان دارین، هر جا دلتان بخواهی صاحب عبور و مرور کنین. علاوه از اون کشورهایی که امروز ممانعت میکنه امریکا که اونا را پاسپورت و دخولی از اونا را به امریکا تفتیش تو شدید بدارین، در افغانستان هیچ یک امریکایی تفتیش نمیشه. یک عضو ناتو در افغانستان بسته یک هواپیما با 100-200 نفر، یک تیاره پر مملو از آدمی از اینا، هیچ نه پاسپورتی از اونا دیده میشه، نه به حساب ونتنگ داره و تفتیش داره. بسیار جالب است این کشور اونا یعنی مشکل بار آورده. بله سلام علیکم سر برادر مطلب صاحب. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید. زنده باشین. دیشب پروگرام اسرار معرفت در پیام افغان دیدیم، بسیار یک پروگرام جالب، بسیار آموزنده و از استفاده کردیم و همچنان پروگرام های دیگه تان همه بسیار جالب. شاید شما خبر داشته باشین، اصلا میخواستم سر موضوعی از این بذارم که زرداد از مردم معذرت خواست
و همون جنایات که کرده بود با همون جنایات اعتراف کرد و گفت که من امرای از اون جنایتکارا دیگه هم کاری نمی کنم، از فرمانشان پیروی نمی کنم و کاش که همین جزایی را که من دیده مقلا نصف ازی با همون کسایی که امرای ما جنایت کردن یا مرا به جنایت امر کردن امام به می محکوم شوند و همین حبس دیر کنن. و ما هم از اون خاطر پشت زردار را اعلام کردیم، چرا بازو باشه دیگه بقیه که خداوند چی امرایش میکنه و یک حکومت درسته که کنم وقت اگر افغانستان به بازده اونچه ما دیگه آمدیم سر خود جناب گروهدین به اصطلاح خودشان که میخواین در افغانستان صلح دهن امکان نداره، چرا که امی دوره آخره که حزب اسلامی به اجازه خود جناب گروهدین و خود کاندید کردن و 1.5% یا چقدر یارای بودن، یعنی از پشتیبانی مردم یا برخوردار نیستن فعلا. بعد از امی که حتی دمو وقتی که طالب آمدن که خود حزب اسلامی در حوج قدرت خود بود در چهارآسیا گریختن و رفتن گم شدن پشت کار خود و همون چیز افرادی که داشتن دیدن که یک آدم چندان نیست همه گرفتن به طرف طالب ها. و دومی که اگر یا میخواین که فرض میکنم کدام شاره را یا کدام قریه را از زیر تصرف طالبا خلاص کنن یا از زیر تصرف مردم خلاص کنن، مجبور که هر قریه را هر قصبه را یا محاصره کنن امرای عسکر امرای نفرای خود، باز برن در اونجا اون نفرایی که فرض میکنم زیر از دولت است دانه دانه را بندی کنه بکشه، یک خونریزی یک باید دیگه بسیار جنایتی کرده بقدر جنایتی که کرده در چند دیگه ما مقدر جنایت کنه. غیر از او خو هیچ ما کدام موافقت برازیان هم میدیرم و همین برادر ما همین سپاهی گمنام ازش خواهش میکنم که یک برای یک دو ساعت همراه از همین دیگاه خود همین اسلامی خوب پیسام داره یک پروگرام هم بگیرن هفته دو ساعت آزادانه، ما برشان وعده میکنم که من مزایمشان نمیشم، آزادانه گپ بزنن آزادانه برای از بخواهد مزایمت نیست ما مونه که اینمی دیگه بازم یار پروگرام از خود یک بعض میارای داره و پرنسیپای داره که باز یا گپایی میزن که مجبور است کارم سرشان اعتقاد کنه، باز یا بسیار چون اساس هستن کارشان میه باز اگه یا خود دست داشته باشن آدم میکشن در مبین افغانستان. اما میگم واره تبصیره خود بکنین، مگر این که او چی گفت تو رو ما میگم به صورت عام هم شما نه و هم از او خاطر خطاب به صورت عام ما افغانا به طور عموم همی افغانا همی چیز ماست که گپ طرف مقابل طاقتش کدن همی واقعیتی هم رو اما دفعه اولم که ما سر از واقع رام اعتراض نداشتم چندین دفعه سر خود ما اعتراض کردن یا از خاطر که ما کدام اعتقاد داشتیم نه وام که اعتراض میکنه درست نیست شما ما میگم بالای موضوع صحبت تشکر. اول خواهیم زرداد کارایی را که کرده یکان بار واقعیت امرانی هست یعنی گلبدین بیچاره چی گناه داره و گلبدین در اونجا هست زرداد ما قرار کرده که تو قماندان ما ستی در بخش سروبی با دشمن ما جنگ کو همه تو که قماندانان در یک منطقه دیگه دارن مثل که سالنگی در سالنگ توسط امچای مسعود گذاشته شده بود اون سالنگ چور میکرد آمر سالنگ بود دیگه بود همه تو گلبدین یک متر بیشتر قماندان های دیگه جا داشت، مگر تو نبوده که در لایحه حزب اسلامی باشه که زرداد بچیم در سروبی استاد باش منطقه رو چور کو هر چیز که دلت شد امور ببر در جیبت پر تو هر آدم که رد میشد غوغو کو غالمغال کو حیثیت گفته بعضی یک سگ برای خود بیگی و دیگه کو یک ملکی عجیبی است در افغانستان که هیچ کس گپ کس یعنی بسیار به ندرت به مشکل میشنود. اگر در حزب اسلامی همی می بود که ما بعضی قماندان ها داریم که اونا تو کارا را میکنه ما اختیار دادیم که برین هم کارا بکنیم، بعضی حرکات توسط گلبدین حکمتیار کنترل شده میتانیست بعضی ها نمیشد. ولی فرض کنین همی کشتاری را که دوستم کرده و بالا سر نشسته به هزارها هزارها آدم کشته تلف کرده خانه های مردم چور کرده امروز معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان هست، یا همی خود عمله و فعالی شورای نظار قماندان داشت در هر محل در هر جا پاتک زده بودن و صاحب افغانستان یکی ملک پاتک و یک زرداد نبودن. زرداد مرا من میگم امیر چرماری میکردن از بین میبردن
جمع همی کسایی که همی کارا را کرده، یکی در رای سروبی استاد بود، یکی در شهر رای سپین بولدک و چطورکه، یکی طالبا به دادشان رسید، یا یکی در یک منطقه دیگه قماندان بود افغانستان، خو یکی ملک قماندان بازی بود. یا فرزن همی برادرهای حاجی صاحب قدیر پادشاه های او محل بودن و باز از خود قماندان داشتن، برای از اونا فعال بودن، کس کلی خود بلند کرده نمیتونست. مسئله زرداد صرف به حیث یک موره کلگی قایم گرفته که می زرداد بشه را قدم بد بود، راه ها را مسدود ساخته بود. من میخوایم اما حق و حقیقت بیان بدارم، بسیار با جرات هم میگم و بالای همی حکمتیار و نترقص انتقادم دارم، نفرشان هم از من از دردست هم. او برای من مهم نیست، آنچه در فکر عزیز خود ما خطور میکنه، یعنی در این کشوری که هم کارتوس افتاده، هم پاتک بوده، هم به انواع مختلفی افغانستان در یک اذیت قرار گرفته، یکی از او زرداد است. و همین زرداد و کمی زرداد و که زرداد فکر میکنین که یک چنگیز بوده در افغانستان و دیگه کلگی زیر سلطه همین زرداد قرار داشتن. ما میگم همون تو که زرداد در لندن جزا داده، همین بیادرهای احمدشاه مسعود و ولی مسعود و که نمیدانم زیا و دیگه و دیگه همیار هم زندانی میساختن و هم بسیار کارهای بدی کردن. همه تو کسایی دیگه همین دوستم باید علال حساب میبردن، در یک زندان منداختن. دیگه از او چی شهادت و یعنی پروف و اینا میخواین ثبوت که دوستم قاتل نبوده، یا قتل کده، یا اگرار را گرفته، یکی صدای گوه کشیده، یکی از خره کشیده، یکی از سگه کشیده، همه طور بوده. دیگه به اول حاض پشتیبانی مردم و لگه بیادر یکی از می احزاب داشته باشه. نه حزب گلبدین حکمتیار داره، نه دیگه احزاب موجوده داره. یعنی ما شما فکر میکنیم که در یک رای گیری آزاد مردم بره برای عبدالله خان برای یک آدم رای بده، نه. یا فرض کنیم همی آقای اشرف غنی رای مردم رو ببره، این خب همه که از بالا کنترل میشه. همی آمدن همه گلبدین حکمتیار هم به افغانستان، در حالی که همه اعضای حزب اسلامی هم امروز در حکومت افغانستان در 10 سال موجود بودن، فاروق وردگ، عبدالهادی ارغندی وال، اینو آن صاحب، بازارها تا رو شما میتونین پیدا کنین. بعد از او آقای قطب‌الدین هلال که مو شخص جان به جانی وام در اونجا بودن، همی حکومت پذیرفت، صرف رهبریت در بیرون رو دوره میارن، همو کوین یا ملکه زنبورا رو میارن نقل میتن صرف در افغانستان. یعنی تو حزب به کلی 100% ضد حکومت افغانستان خون نبود. دیگه بنان وقتی قضاوت میشه عام که قضاوت صورت بگیره بالای وقتی جنایت میه بالای اینوان، در افغانستان خوب از خدمت خبری نیست کی بسیار خدمتگاری خوب بود، یا خدمتگار با خدمتگاری دیگه، یا یک شخص امین یا وطن دوست و وطن پرست یا خدا پرست است، بازور مقایسه کنیم با او که او بهتر بود و بدتر بود. میاره با یک دیگه وقتی که در مقایسه قرار میتیم همیشان یکی هست. همو گفته امامی که همه از یه پای گردکایی هستن که افغانستان یک مخمسه گرفتار ساخته. بله سلام علیکم سه. بله سلام علیکم. سلام خطاب سیب محترم. انجینیر سیب جور پخیر خیر خیر. تشکر، شکر که ساعت میبینم اتان. بدر بسیار تشکر از گفتار امی آخری گفتار شما که ولم یک نفر یا گیر کدن. ما سالا گفتیم بلیاز خدا کلگی دونموج مداخله کرد، هزارا میلیونا نفر کشته شد، هر قدر که شما میگید کشته شده. یکی از اون جمله ای که جنگ میکرد آقای حکمتیار بود. بیا در ایلا کنیم مسئله همین برادر که پیشتر که اصلا من ایران هستم، این خود معرفی کنه، این ماویست هست، این کمونیست هست، این چه بلا هست، این بازی نمیگه. نیوره نگویم که کی هست، او گپای خودم میزنه یک بیننده است. خطب سر نه نگه کنی، اما یک نفر قایم گرفتن، یک نفر اینه ما تو آمد شما سرش نوم عملشاه رو موندین. باز بالاخره آقای مسکینی ها سرش فامید که عملشاه نیست، دواندش گریخت گم شد. حالا سر از این هم عملشاه رو موندیم بیدر که هم گم شد. نه 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 از بیدان خدا ایسی که خطاب سایی مدرم امی آدم قضاوت پیش بید. یکی دیگهش میگه که دخترای آقای حکمتیار رفت در سفارت امریکا، امی دروغ و حرمزادگی میچه. او را آقای دکتر صاحب رحیم عزیز فرمودن و باز برای من یک مقاله رو فرستادن که
یک کسی نوشته کرده بود، نمیفهم مامون بود که فلانی بود و مقاله را گفت که من ادعای کرده بودم مطابق بنابر مبنی بر نیمی مقاله بود، بازور برای ما فرستاد. به هر حال او را شما دوباره دامنش بالا نکرد؟ نه نمی کنم دامن از این مردم بالا بیاد. خطاب صاحب، من چیزی که میگم ایره واقعا من حاجت نیست چیز بگویم، قسم بخورم خطاب صاحب، من از دیدار چیزی که من دیدیم براتون قصه میکنم که شما تعجب کنید. بله شما دیسه این تاری میگین. من یک وقتی در سال 88-89 یک نیم دخصه خطاب سه بفن در 89 رفتم در ترمیز، وقت در شهر ازبکستان از تحت لوای شوروی بود، وقت من پیدا کردم که 300 طفل از 10-11-12 ساله، خدا شاید سال قسم میخورم، امی یکی از این بچگه کن نه او پشت لبش چا شده بود. من گفتم جان خود که شما چی میکنید اینجا؟ برای من یک کسی گفته بود تو اگه میتونی دمیجا داخل شده دمی قشله دمی قریب قشله بیدی که چی وضعیت هست. کمره از این بچگه کن که گفت زدم در زمان نجیب بود، گفت ما را خاکا ما میخواییم از پول بگریزیم طرف حیرتان افغانستان بریم، ما را میترسانن که سر ما فیر میکنه پولی عسکر چیز امیگه عسکر روز سر ما. گفت والا این خوب واقع داره سرتان را. گفت ما شما برای چی میکنه در این منطقه ایجا کامده؟ ما را آوردن سه ماه اوز بالله چیز میتن تربیه نظامی میتن، باز میبرن در مزار شریف در تیارا بالا میکنن جاجی منگل میبرن سه بعض موجه در پراشوت ما را تا میکنن. سب اینال آمد باشن سب که چی شد؟ خب بله. من بسیار جگرم خوش شد. من گفتم به سن سال شما ما کاغذ پران بازی و لولا میفهمم چه انجینیر سب. من یک سال بعد 8 ماه بعدش رفتم در پشاور، یک بچه را لنگ شده بود، پایش زخمی شده بود در شفاخانه آلمانا، همونجا دیدمش. او قصه کرد که واقعا امی بچگه کار میاره اینمی حربایی که 30 ساله و 35 ساله و 28 ساله شی اما تو مست مست بچه هستن. باز وقت زایه میشه انجینیر سب اینجا امی موست این خلاص شد. از پیش سرمین که در کار دیاره گردن شانه میبرن. بله سب هرچی که چیک میزنن که ما مسلمان هم میگنید شما در دل کافر هستی. و این امی بچه جاجی منگل مریض بود این بوتای از یار از پشت میگنید. بله خوی داستان ها زیاد است انجینیر صاحب، وقت کم است، وقت کم. خدا حافظ صاحب. بله سلام علیکم صاحب. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. علیکم. و علیکم سلام. مهربانی از ایران صحبت میکنید. بفرمایید. بله بله بله. بله بفرمایید. خطاب صاحب برای شما که یک دلوچه واقعی سخاوتمند برای مظلوم افغانستان واقع کردی خونه به جان و مال و خانوادهت اما برکت بده. تشکر. با خیلی خوشحالم. تو خوبه؟ از کوتاهی از ما برادرها که خره. ما هر یک که بیاییم در گانر بیزدانر بدیم که برای همه کمک که باشه آنشه روشن باشه این کار ما نمیکنم کوتاهی از ما میشه. بله. عرض ما این بود که در این امریکا که اومد در افغانستان هرچی که در این 37 سال دوز و رازن و گلیرجن و هرچی که بودن اینا را جمع کرد و یک حکومت تازینا تشکیل داد. در کل حکومتش همه 100 نفر کسی نمیتونه که پیدا بکنه واقعا وطن دوست باشه یا خاطر خدا یا خاطر قبر خودش یا خاطر وجدان خودش یه خدمت گذاره. بله بله بله. خوره خودش باشه یا خدمت گذاره وطن خودش باشه 100 نفر توش پیدا نمیشه. همین خودش دلیل بزرگترین دلیلشه که امریکا و اروپا اینا نمیخوان که در افغانستان یک دولت خوبی بیه، یک کشور خوبی باشه، فعالی مثلا اما 50 درصد یک باشه بهتر ما الان در دستت کشوری نداره. بله بله بله. الو. بله شنیدم سر. بعد اینه که الان بدترین درد و مشکل برای ما از گلبدین و استالیب و حد همه اینه که الان امتیاری میکنه از طرف روسیه داعش درست کرده. داعش ما نداریم، داعش فقط پول ده، پول میدن به شمالی ها که خوری همین دولتی دست دارن میارن تو خوره میارن میگه اینجا امتیار کن. بله بله بله. طول روسیه میده بله. بر جان خودش افغانی ها پیدا میکنن اینجا افغانی ها را میکشن. بله دیگه هیچی داعش در افغانستان جا ندارد.
بله بله ما میره به نظر ما همینطور است. داعش کدام حکومت اصلا خود عنوان داعش دولت اسلامی و شامی و عراقی و ایناست، آیسیس با افغانستان هیچ ارتباط نداره. یک پرخچه از زیر سای پاکستانی ها را همونطور که در خبر آمده بود بعضی اقوام سای پول در جیبشان میاندازه میفرسته در افغانستان. یک عرب در سمت شمال افغانستان که نه از لحاظ اقلیم، نه از لحاظ زبان و نه از لحاظ فرهنگ هیچ معراضی را بلد نیست، اونجا خودش محو میشه، به مرگ طبیعی میمیره، عمل کده نمیتونه. مگر اینکه امو افراد و اشخاص درون افغانستان با پول، با زور، با جبر بفرسته برای جنگ، تو یک انگیزه درونی دینی هم برای از واداده نمیتونه. برزی که در دین اسلام و هر کسی یک طفل بیگه در میان نصف کوی گپا ایسا بیشتر مظالم اونه. مگر طالب کس با یک انگیزه، با یک حرکت برای یک امارت اسلامی خود کار میکنن که او را دوباره اعاده بسازه و شعارش هم همیست که خارجی افغانستان ترک بگوی، قرارگاه های نظامی از اونا از بین برا و یک چیز دارن. داعش یک لشکر دیوانوار در یک قریه میوارن اریکی را بکش و ظلم کو تعدا کو نام اسلام هم لا اله الا الله محمد رسول الله بیره ایسا بکلی. یعنی کدام اجندای چی برای افغانستان اونا ندارن که چی سیاسی باشه، حرکت سیاسی در افغانستان خصوصا. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه ابراهیمی صاحب جور پخه بقا آخر دی پروگرام کیو تقاض متاسفانه من خواهش میکنم از برادرای اماتنای خود که لطفا صحبت خود کوتا کنین، نوبت به دیگرا نمیرسه. من تو چالان میشین گره 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 خود اما یک دو کلمه صحبت کنین بس کنین. آفرین. دوم خطاب صاحب میمالات انتحاری، من شما خبر شدین امید سه ماه قبل که مزار شریف در تکیه خانه حمله شد انتحاری، او را احمدشاه رمضان خسربرش در سفارت کنسولگری ایران پیسه گرفت که با شواهد گیر آمد، امنیت ملی او موضوع رو بیخی پنهان کرد و همی عملات انتحاری 50% خود همی دولتی هایی که یاغیستن در خود افغانستان دست داره و طالب ها که عملات انتحاری میکنه و به دوش خود میگیره و یک کسی که بعد موضوعات که مخفی است که خود شما بسیار به نقاط خوب اشاره کردین که افغانستان امروز سرحد نداره، دروازه نداره، امنیت نداره و همین خواهینا و عادلانه نیست که تنها سر حکمتیار انتقاد میشه. ده چند بار از حکمتیار خود زیادتر همین مزاری، محقق، دوستم، ایسایاب یا خیانت کرده وطن شورای نزار چفه کرد یا هیچ کسی یاد نمی کنه، فقط یک طرفه بیاین ملی صحبت کنین. بسیار تشکر. بله بله سلام علیکم. بله سلام. سلام علیکم برادر محترم. و علیکم سلام. چی حال دارین صاحب؟ صبا جان سلام، خوب هستین؟ خیر خیر. شکر زنده باشین. من البته سلام خود به همه تقدیم میکنم چون وقتتان کم است. اگر وقت داشته باشین من البته مو درد دل خود به ایسی طنز گفته بر شما بیان میکنم. بفرمایید. اگر وقت کم است به دیگر. بفرمایید. خود طولانی خو نخواهد بود انشاءالله دیگر. نه خیر، فقط دمو باز اگر طولانی شد نه خیر طولانی من بفرمایید سبا جان. شست نامش از وطن ما به جای دست به دست دادن به نجات وطن، تانه و ناسزا دادیم به یک دیگر، این از وطنداران ما، نامش از وطن ما. وطن از ما اختیارش از بیگانه ها، شفاخانه ما چین و چینایی ها، سرک و چمن ما گشت گذاری بیگانه ها، نامش از وطن ما. قرغه و پغمان و دره از بدست هر گله، نامش از وطن ما. دشمن دین چی دوستی دارد، خنجر در کمین دارد، ای مردم نجیب افغان، مگذارید ریشه دواند بیگانگان. گفتار زیاد کردیم، عمل نکردیم، می رود از دست ما فرهنگ ما، سرحد ما، نامش از وطن ما. اختیار بهش دست جنگجویان، کلی جنت به دست افراطیون پاکستان، پارچه پارچه می شود جوانان، این از وطن ما، نامش از وطن ما. خانم های مظلوم بنده خدا، اختیارشان به دست وحشی های نادان، زیر شلاق بیرحمان، این از وطنداران ما، نامش از وطن ما. بعضی رشوت خور، بعضی تریاک فروش، عهده وطن فروش، این از وطنداران ما، نامش از وطن ما. از بحر پول طفلک های مردم را ربودن، دخترهای معصوم را بی‌حفظ کردن،
این است وطنداران ما نامش از وطن ما ای افغانهای شریف وطن ای تاجک و هزاره و ازبک و پشتون مگذارید به دست بیگانگان وطن را تا که از بد بتر تباه نشویم ما نامش از وطن ما این است وطنداران ما بسیار زیاد تشکر سبا جان عزیز در لابلای همی تنز بسیار چیزا رو شما فرمودین بسیار زیاد بسیار درد دل خدا دیسی خدا هم شما رو حفظ کنم بسیار تشکر قربان شما بسیار جالب بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله نوری صاحب سلام علیکم بفرم آقای استاد دمی فرصتی که اعلانای شما بود در بی بی سی یک خبر پخش شد و امید است که بفرم 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 جنرال نیکلسون فرمانده قوای ناتو در داخل سنای امریکا در داخل بحث افغانستان اظهار کرد که باید ما در هزارها عسکر دیگری امریکایی ضرورت داریم در این زمان نامی از روسیه را برد که روسا میخواین از یک سال به طرف سیاست خود تغییر دادن میخواین بی‌ثباتی را در داخل افغانستان بیارن و ما از دولت افغانستان تقاضا میکنیم که چون ملت افغانستان در برابر روسا انزجار قوی از گذشته دارن بهتر است اینا مناسبات خود با ایران یک جای کنند اینی بازی های سترنج است در این فرصتی که این در داخل سناست اشرف غنی با رئیس جمهوری آمریکا در تماس است اونا با هم وعده ماندن که در فاصله بسیار نزدیک با هم ببینن اینا لیتر اوضایتو معلوم میشه که عین بازی های سترنج است که یک دگر وضع به همین شکل باشه دیگه طرفدارای عبدالله سر اشرف غنی دیگه در برابر عبدالله باید سقوط کنه چرا وقتی که اونا بستگی زیاد با ایران دارن دیگه ما امیدوار هستم که دی موضوع خود تحقیق زیاد داری موضوع اصلی در تمام پروگراما ای باید باشه که موضوع اینا مداخله روسا آمریکا ایران در داخل افغانستان است که باید افغانستان در زیر پای از این دشمنای بشر تکه تکه شدن و چند سال هم جنگ هست چند سال دیگه هم دوام کنه واسه شما توضیح بیشتر دیر شما شاید پیدا بکنید در آینده خدا حافظ ناصر شما سمید. بله جالب است مسائل تحول داره سیال است ما تو که از کردیم مرحله به مرحله روز بالای موضوعات روز صحبت می داریم می تواندن پیشگویی و پیشبینی داشته باشه از اوضای آنچه گذشته تجربه داریم گذشته ها را آدم یک پیش بینی کنه مگر تحلیل همه روزه بسیار خوب است که عواقب و جوانب مسائل یا رویدادهای اخیر تحلیل و تفسیر شود بله سلام علیکم بله سلام سلام و رحمت سنگ اورور جوړ په خیر 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 یالله رحمت تاسو مبارک وختم ختم ده تعیش او اولاد طالب نه یو ډیر خطری کاروبار اوس په دې نه په دې ار کې روان شه رئیس اجرایه عبدالله خان صاحب روان کړی دی چې فدرالي او پارلماني حکومت غواړي په دې باره کې لږ وضاحت ورکړي نو د مبارک وخت نن وخت ختم شو فدرالي خو یا غیر فدرالي دلته یو سړی د ورجینیا کې آقای انصاری مهربانی میکنن از دل گرم و مهربان خود که ما والا رای کلی حالا پیدا کردم چند بار اینجا هم تلفن زدن یک شخصی منور و دانشمند هم هستند از اون قشر تعلیم یافته افغانستان اونا میگن یک پادشاهی مشروطه در افغانستان بیشتر کارا میفته یعنی اصلا در عقیده ما هیچ در افغانستان یعنی نظام مهم نیست تطبیق قوانین درک نداره در افغانستان قانون تطبیق نمیشه کشور در حال اشغال است کشور در حال نزع است کشور در حال نابودی است در اونجا غم نظام از اون میخورین مثل که یک نفر از خنک سرد و یخبندان باشه و بیمیره و سینه و بغل باشه و شما بگوین که کالای بخمل کار داری و یا لباس حریر کار داری و لباس نمیدانم چون میگه یک چیز باشه که مرا گرم بسازه ولی ما یک چیز کار داریم که در افغانستان اول خو همی اشغال پیهم و افغانستان احتوا کرده باز در پهلوی اشغال افغانستان گرفته در یک اشغال یک چند تا آدم کش و قاتل قرار داده یعنی امروز افغانستان در دو اشغال قرار داره افغانستان اشغال می بود ادعای نظامی از اونا مگر یک حکومت خوب درست
یک چی میگه بازخواست می بود، وارده و صادره از پول می بود، دارایی ها، پروژه ها، مردم سر کار. میگفتیم برو یک آرامی خواهمد، اشغال هم اگر هستیم در تحت امی اشغال، در تحت امی سلطه، مردم آرام شد، تعلیم جریان داره، مردم مرفه هستن، زیر یک سایه قانون قرار دارن. ام برو بدنام که میگم تو یک چیز از ما درست کرد. بله، سلام علیکم سر. آجی سر بگوی سلام علیکم سر. سلام علیکم قربان، خیر و خیریت. یکی خو و عظیم جان، من مسیج خودت شنیدم، گفتیم بعضی کسایی که تلفن میکنم و برای خودت البته پول میته و اعلام میدی. ما خدا شاهد است همین انسان های که اول شما هم نمیشناسین، من هم نمیشناسم، حتی محل اقامتش هم نمیدانیم، همه قمی دانم که در آلمان هستند در اینجایی. باز ما در دل ما گشت که همین عظیم جان ما روز گپ میزنه، همین هم شاید ما را یک چیز پول داده باشه که عظیم جان میه بالا سر گپ میزنه یا یک کسای دیگه. خدا شاهد است قربان شم، به ما چیزایی را که چسب زدی یا مسیج گذاشتی، ما میخوایم صرف برای خودت یک ذهنت روشن کنم که خدا شاهد است با پول هیچ وقت ما در زندگی خود نفروختیم، گپ خود نفروختیم، زندگی ما کلش وقت شده. شما نه نه حق مرا بان، عمل خدا شاهد است، یعنی ما برات قسم میخورم که نه پول جیب ما در تلویزیون میره دیگه، باز علاوه از دو دیگه ما خدا را که برات شاهد ساختم دیگه چی باید تاس کنم؟ با مهربانی کنین سر، مهربانی. حاجی صاحب بگو ما اگر میفهمم کمک متاسفانه نمیکنه، ولی نصیحت های شما را نصیحت وردار هستم، ما گوش میکنم که شما گفتیم، مثلا شما بارها گفتین که سر یکی دیگه گپ نزنیم، این موضوعات نگویم، ولی بعضی ها میای خارج موضوع چیزهایی میگه و شما با این صبری که داریم ما تعجب میکنم که یعنی چطور برای آدم ها موقع میتیم. ای آقا خب بسیار شکایت کل مردم بیرون کرده، ای دیتوری با امیر و پدر جهاد شاهنشاه کشور جهاد ما امیر صاحب حکمتیار صحبت میکنه که گویا ای چی بوده و خدای نخواسته یک نو نفر از بالای ازی همونطور کارا کرده. این رقم گپ زدن غلط است سه، بار و زن و مادر مردم چرا ابلغ میکنم؟ کی کردن؟ دیگر جنرال زرداد خان دو طرفی خودم گرفته، شورای نظار مولا رو دوزی میخواست، روی از واره دور بداد دستور بی عجب کار میکرد آجی صاحبی مولا. بله نه نه، در قسمت مسائل که پول مردم بتن یه حق شرعی تاند، ما بالاخره روز باید از خجالت شما بیرون شویم آجی صاحب. ما سالها با قول قاضی صاحب مفتخور و بالا نشینی بودیم، معذرت میخواهیم، ما صاحب شما مدیون شما هستیم، شما طلبگار. نه نه خیر خیر، منظور ما این بود که اول خب برای ما کس پول نته، ما هیچ ضرورت ندارم، ما فضل خدا یک روزی خود در کفی ده، مگر ما اگر برای تلویزیون با یک منبع با یک مرجع اشتهار شما رسانیتون کمک میکنین، در حقیقت برای خود کمک کردین، احسان شما بالای ما باید بار نباشه. در غیر از او چراغش گل میشه میرین هر کدومتون، پس کارتون چی میشه؟ همیال ما خودم به خون جگر به دویدن برای همین منبعی که برای شما معلومات میده، همین عظیم جان می صحبت میکنه یا جنابی که امروز شما بالای از اونا انتقاد میکنین، اونا من عرضی مند به صورت عام هست. اگر یک نفر کلگی آزرده نمیشه، وقتی حکمتیار چیز میگم کسایی که حکمتیار رو دوست داره اونا آزرده میشه. یک نفر فرزن درباره دوستم، من یک فیلم انداختم، سنگ و چوبی که جوار دوستم قرار داشت از عربستان و که نمیدونم از کجا انتقاد کردن، مرا بعد ملامت گرفتن که گویا درباره دوستم و یک آدم ما چطور یه حرفا رو باید بزنم، در حالی که زدم ما پروای دوستم مستم دیگه، ما نه زیر نمی کرد که با می صحبت های شما 30 ثانیه 25 ثانیه بگویم یک کلمه. بفرمایید بفرمایید. من می نایسه ببینیم، آره ما ببینیم، من نه خروت هستم، نه پشتون هستم، نه حنفی هستم، اینا رو به می شکل که ما با همین صاحب به جهاد از این کشور به می آدم ما یعنی رای دادم یا طرفدارش هستم، بفرمایید یک نفر دیگه بیا یک پشتونم برو همراه خلیلی بره، همراه همی پنشیری ها داخل شوه بره، اما چرا اینطور نمیکنم؟ این خوب باید یک ایلا با فال نیک مردم بگیرم، من هیچ ارتباط با حکمتی ها ندارم. آله من گب پیش از او برو ممرقب. بله گب سر از این نیست که شما چرا طرف دارید حکمتی ها رو میکنین، حق شرعیتان است، افکارتان است، باورهایتان است، او را احترام میگذاریم. مگر یک نفر دیگه که بالای امیر یا شاهنشاه جهاد که شما میگین انتقاد کرد، شما باید بپذیرین انتقاد از او را عقلانه، فرزن درباره صلح، درباره گذشته حال حکمتی ها مطرح است. یک وقتی که مطرح نبود ما هم غرض نمیگرفتیم، میفتیم خالد چی بالای یک چیز گذشته، یک چیز حالا او آدم میاد افغانستان داخل میشه صلح میکنه، ما میگیم خیلی صلح مقصودش چی است؟
این صلح با حکومت اشغالی که شما هم ادعا خود داشتین که حکومت اشغالی است، صلح با این کسی که اختیار خود ندارد، صلح با این کسی که یک قرارداد امضا میشه که او قرارداد یک جانبه امضا میشه، تا او روز دل استیسیا بودن، تا دی روز گفتن اسلحه خود به زمین بگذارن. اگر صلح یا آشتی با حکومت چون سیاف و جمعیت و حزب وحدت تو اینا باشه و آقای حکمتیار علاوه میشه، خود نمیفهم شما باز بالای دیگاه هم انتقاد نکنین دیگه. حاجی صاحب محترم، شما با من اجازه میتیم یا ما برم پس کار کنیم؟ نه، مهربانی کنیم یک دقیقه باز پس کارتون بود. یک دقیقه حاجی صاحب محترم، شما ببینید دکتر صاحب میر عبدالعزیز با احترامی که بینا دارم اینا گفتم یا تا او روز پود بودم صدای خدا نمیکشم. ما 10 سال است که از حکمتیار دفاع میکنه. او خیره. 10 سال است که دفاع میکنه. فریدجان مقصودی، ما لشکر بودیم، ما خروج های زیر آتش بودیم، ما آتش های بودیم که سر ما زیر خاکستر بودیم، ما صدای خدا بلند کردیم، صد برای ما دستور داده نشده بود که ما صدای خدا بکشیم. حالی دست... که با ما دستور بده از اینجا سر خدا قربان از آدم ما میکنیم. خاصیست. او چطور میگه که یا تا او روز مخفی بودم؟ من همیشه تا 10 سال پیش اگر شما اجازه بدید من صدای خدا میمونم، سجیه خانم ما رو محکم گرفت، تو در حزب اسلامی هستی امرای همین مسکینیار دوزه که چپق زد، گو من شما رو نمیمونم در روی لین، نفرای حزب اسلامی اینجا زنگ نزنیم، حتی ما ممنول اختیار شدیم. نه زنگ بزنیم، اخبار شدیم، زنده باشیم، چرا سلامت باشیم، بیرقت بلند آقای خطاب که شما ما رو مانده، ما صدای از این رزیلا رو داریم که یا ما رو ممنوع کده بود در گب زدن. خب خیر، ما کم نیست آجیسه. بله خب خیر، علی میر آقای عبدالرحیم عزیز نگفته یک مو آقایی که اسمشان شما هم نمیشناسیم نظر خود گفته، یا آقای میر عبدالرحیم عزیز فکر میکنم اونا فرمودن، مگر هست وقتی انتقاد کردی کس شما قلانه چی کنین؟ ما خروج بودیم و زیر آتش خاکستر بودیم، مالی بر آمدیم کنه گیره در میتیم اوتر نیست بناده، ولی اگه هیچ کس کس در دادن نمیتانه. در افغانستان حالی زیر خمچی که کیری خود قرار داره کلگی سه، ولی دانالد ترامپ آمده نوزه شدید عمل میکنه، کلی خود کس بلند کده نمیتانه خلافی از یه چیز ها در درون، اگر کرمای گور واره یکی دیگه خود بخوره ولی دست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. بله بفرماینم، تلویزیون خاموش. سلام علیکم. امی برادر که انتقاد میکنه از جناب برادر مجاهد حکمتیار، امو ملامت نیست، امو یک برادر مسلمان بلوم میشه، یک برادر است که وقت میگه، مگرم ای وقت گفتنش هرچی از خود شکر داره. امو برادر آدم با نگب بزنه، اشتباه از خود استاد عزیز ما سادات تب شروع شد که یک آدم دانشمند، آدمی که به سطح آسیا مشهور بود، از بالای تنظیم ها قرار داشت، خود پس ده یک قفص تنظیم بندی ساخت و تبلیغ به نفس یک تنظیم شروع کرد، در حالی که اشتباه کلی کرده. اینا حکمتیار صاحب چرا قبول نره؟ صحیح است، این گفت ما قبول داریم، انتا اگر اینا اشتباهات سابقه را در این وقت یاد کنیم چی درد ما را دوانه میکنیم؟ ما باید در این فکر کنیم که در این شرایط که فعلا ما قرار داریم چی رقم از این منجلاب مردم ما برای جناب حکمتیار صاحب یک مجاهد است، لنگر داره، پشتیبان داره، مگرم اشتباه هم کرده، مگرم آدم میتو بگه کی اشتباه نکرده؟ در صورتی که مجسمه مزاری آدم کش بانی رقص مرده میخ بسر مردم زدن و سینه زنها رو بریده، او در کابل باشه، نماینده های از او در کابل باشه، در حکومت چرا یک مجاهدی که اکثرت افغانستان طرفدارش در کابل نره؟ او رو تنها جنایتکار بگه. ما که میبینم آقای ربانیام یک مجاهد بود، مجددیام یک مجاهد بود، پی سید احمد گیلانی، من کلش در جای خود اشتباه کرده. افسوس بر عزیز که مردم ما از اشتباهات یکی دیگه یاد نمیگیره، اما از اشتباهات خودم یاد نمیگیره. بله وقتی که ما فرهنگ داشته باشیم که ما قبول کنیم که اشتباه کردیم، بله این اشتباهات نمی کنیم، اینی نقص ما داشتم، اینی فایده را برادر دیگه ایم داشت، ما از یکی دیگه یاد بگیریم، این همین نقصای کل ما از بین میره، یک کتلی جور میشه که روزی بهتر داشته باشه. حکمتیار صاحب فعلا کار را کرده که استاد ربانی
15 سال پیش همی تصمیم گرفته بود. خب پس آدم فکر کنه خیچور اکمتیار سب که تربانی که جنگ هست. مگر وقتی که ببینی دوزیه که شورای نظار کرد در کابل، آدم کشی ها، چپاول، بیناموسی هایی که شورای نظار رو نفرهای جمعیت میکنه، اینا لعنان میمانی که چی بگویم؟ اینا آدم گفته میتونه که در پیر مذهب شورای نظار و جمعیت همی اکمتیار سب میفهمید. مگر باز از جانب دیگه وقتی که آدم ببینه اکمتیار سب هر کاری که مردم میکرد غلط، او میگفت من حکومت سوچه میخوایم. که ربانی جنگ کرد که باید دوستم رو پس کن، که دوستم یک جو شد. میگفت که هزارا نباشه که تمیر از بودت خود اکمتیار سب اطلاف جور کرد. ایران هم فیلن بد میگم، خودش هم دم ایران بود. خاک به سر ایران، کلانترین دشمن ما ایران است. همی برادرای طالب یک کتله هستن، منظم هستن، یک وقت هستن در افغانستان. از او کس منکر شده نمیتونه. خدا کنه که یاره ایران هیچ وقت ایران او را به فایده افغانستان استعمال نمیکنه. روز مسئله شده است. مگر ایران که کلانترین دشمن ماست. بله بله. ما شما باید فراموش نکنیم. بله. که ایران هر چیزی که برای ما بگه او به نقص ماست. دشمن دین ما، دشمن مذهب ما، دشمن مملکت ما، دشمن تاریخ ما. باید طالبای کرام هوشیار باشن که از اونا را استعمال نکنن بر ضد ویرانی مملکت. مگر می که اونا چی میکنن؟ با کی ائتلاف میکنن؟ یک قدرت هستن، یک قدرت مطرح هستن، از او چیم پوشی کرده نمیتونن. حکمتیار صاحب در کابل میره، خوش آمده و نامش از لست سیاه پس شد. ما بسیار خوش شدیم. میگم اینا حکمتیار صاحب هوشیار باشه که از موقف خود، از حیثیت خود، از وزن خود در راه صلح استفاده کنه. آفرین، خوب حرف زدین. سب تشکر بله. از اشتباهات گذشته. بله بله. شما گرفته و در قدمای بونه که دمی آخر عمر برش یک نام نیک کمای شوه. باید که از این باعث یک وسیله جنگی برای ایجاد نفاق استفاده نشه. بله بله. بله تشکر صاحب، وقت ما تمام شد. یک دفعه دیگه میگفتم همین داعش که است، این داعش یک پروسی بسیار مرموز و خطرناک است. شما اگر مطالعه کنین از دانشمندای عرب، از دانشمندایی که سنی های ایران است، اینا میگن که داعش بوده در سطح پایانش آدمای تکفیری و آدمای احساساتی است. سطح بالای از این کاملا مرموز است. اینا با اسرائیل غرض ندارن، با روس امریکا غرض ندارن. اعلان جهاد علیه ترکیه و عربستان سعودی میکنن، دو مملکتی که در اهل سنت مملکی ثابت و استبیل است. بله بله صاحب، تشکر صاحب. بله دوستان عزیز، برنامه ما با همینجا به پایان میرسه. وقتی پروگرام ما یعنی کفایت میکنه تا همین دم، اگر با پای تحلیل یکی داعش، خب خلاص که بگوین یک توتیه است. داعش با وجود آمده بلا سر فعل و انفعالات، یکی که مستقیما دست اغیار بوده، بعضی وقت یک اتفاق میفته از او استفاده میکنن، او را زیادتر او تیل و چراغش روشن یک کس دیگه نگاه میداره و منفعت و سود خود از اونا استفاده میکنن. همین سیاسیون جهانی با همین مغز بزرگ که همه جهان کنترل میکنه، صرف مسئله پولی از اینا نیست. امریکا به تو گمان مبرین که صرف تکنولوژی و پول است و دو اینا پیش هستن. مغز از اینا بسیار خوب کار میکنن که کی را چطور استعمال کنن، در کشور کی را در رأس کار قرار بده، باز وزر با کدام جهت به پیش ببرن. همین مسئله عراق و اشغال عراق و یک حکومت غیر سنی را به وجود آوردن و باز ایران هم او را صحه گذاشت. همو احمدی نژاد چند بار به ایران و به عراق سفر کرد، در اونجا با مالکی دید و دید کرد و مالکی هم دست نشانده امریکا بود در عراق. بعد از اشغال در افغانستان حامد کرزی یک دست نشانده امریکا در افغانستان و آقای احمدی نژاد به افغانستان و آقای حامد کرزی به ایران بسیار سفر میکردن. حتی باید داریم که آقای داودزی همسفر آقای حامد کرزی وقتی به ایران میرفت، بوری های پول دلار نخت به دست از اینا میداد که ببریم صاحب غوغا برپا شد، صاحب کی پولا چه شد و چرا پول نقد و اینا، بسیار مورد نوازش ایران قرار میگرفت. یعنی خود سیاست در مجموع بسیار غامض شده، بسیار پیچیده شده از اذهان و افکار 90 یا 99 درصد کسایی که روی کره زمین را میره بالاتر از
و چیزایی را میبینه که مثل شعبده باز که همه را سهر میکنه و سر در اونجا همه فرزن یک هزار نفر اگه نشسته باشه یک شعبده باز بالای استیج شعبده بازی کنه همه فکر میکنه که همی درست است در حالی که او یک ترک شعبده بازی سه بوره و وقتی بدانین و بفهمین میبینین که او نه شیر است و نه پلنگ و نه از یک جای دیگه آمد و یا از جیب خود دستمال را میکشه سه یا کبوتر و اینا همش اونجا به یک ترتیبی که مردم سهر کنه مردم چشم بندی کنه سیاست هم همه طور است اگر همین مسئله دشمنی ایران با امریکا را که آدم پهلو به پهلو بگذاره هیچ نه دشمنی داره چطور میتونه که حامد کرزای دست نشانده امریکا بره به ایران دوستی کنه پول از اونا بگیره یا مسئله عراق اشغال عراق ایران تایید کنه و در اونجا با اونا پیوند دوستی داشته باشه حتی خود اشغال افغانستان توسط پاکستان و ایران تایید شد شما از آقای سیرت صاحب بپرسین در اونجا احوال میامد که اون ایرانی ها هم پذیرفتن حامد کرزای نمیدونم پاکستانی هم پذیرفتن و همین گروه وحدت نماینده ایران بود و گروه فرزند جمعیت و دیگه و دیگه سب اینا هر کدام از اینا باید توسط چند کشور یعنی تایید میشد که بعد از اون اشغال صورت گرفت یعنی هر کدام از این دیزاین شده مغزای بسیار وارد در امریکا موجود است مو انگلیس و امریکا وقتی با هم یک جای شده کل دنیا رو برای شور میتستیج در دست از ایناست دیزاین به دست از ایناست با تکنولوژی و فرزن مسائل مهمات نظامی و اینای خودم میفرسته که کار کنه در افغانستان گفته هم رفیق دوست ما اگر اینا بخواهند که در افغانستان صلح بیا یعنی او خوردن وارم نیست برای از اینا مگر اینا خواستن که در افغانستان جنگ باشه در عراق جنگ باشه در لیبیا در یمن در این کشورها آتش جنگ در سوریه شعلاور باشه ای که ما میایم و باز در کابل و باز صلح همیشه و دنیا گل و گلزار میشه یکی میاد دفاع میکنه هیچ سبب کلمه نمی نشینه ما وقت برتون بگویم ما یک آدم استم که سب متوافقی برتون میگم اگر صد تا پام بخورم ما همه وقت برتون میگم آنچه وقت های افغانستان است او را بیان میدارم شاید بعضی خرسند شوند و بعضی متاثر مگر او برای ما مهم نیست آنچه ما عقیده دارم و خودم میدانم او را بیان میدارم گاهی حالا که گل بودی نیست و یک نفر بود از آلمان تلفن میکرد چیزی که بفرش به دانش میامد که خود طرفداری حکمتیار هم میکنه گردن خود بستم یا بعضی ها گفته از این جانواری که خود طرفداری یا جانبداری طالب بود ما برادر طرفداری حق میکنم و اما مغز چیزی که ما اندوختیم و میدانم او را بیان میدارم یکی به طرفی کی بسیار ترازوی از او گران میشه و نوش جانش با ما هیچ مهم نیست و هیچ ما ارزوی منصب هم ندارم و پول کس هم ما کار ندارم که برای ما روان کنه که به از طرف ما جانبداری ما را بکن او را هم کار ندارم همه علی اعلان میکن به همین $50 و $100 عضویت تو یک چوری موری را در تلویزیون برتان یا قرآن شریف یا اینا را بین می تلویزیون می چلا و یک نفر عضو تلویزیون است یکی اعلان خودم بفرسته یک نفر وفات شده اعلان فوتی خودم بفرسته ما هم از اخلاص برای امو متوفا دعا می کنیم یک $300-400 به می خزانه و تلویزیون پیام افغان بفرسته خرما و ثواب دیگه ما بهادر توقع از یکی تونم ندارم که ما بفروشم خدا که والا اگر کسی پول داد آفرین و بسیار خوب میگه و دیگه بد میگه امی گردن خدا هیچ وقت شما نبندین اما خداوند شما را میبینه اعمالتان نیتتان یا اگر به زبان هم احساساتی و قهرامیز گپ میزنین هم خوب نیست به هر حال گران دوستان و هر یو تاسی خدای سپار و پمخ خد خدای پامان